بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و بتونید امروز دوشنبه با خیالی راحت بنشینید و ساعاتی از وقت خود رو پای تلویزیون تلف کنید. چون بارها گفتم تلویزیون تماشا کردن چیزی به جز تلف کردن وقت نیست، اونم وقتی که براش هیچ کاری در نظر نگرفتید و خودتون با پای خودتون با دست خودتون آمدید که چند دقیقه‌ای چند ساعتی رو بنشینید و به حرف دیگران گوش کنید. اگر با شما موافق بودن به به و چه چه بگید و اگر مخالف بودن فوش خوار مادر رو از اول تا آخر بکشید، بهش بدید که آقا این چرا با من مخالفه، همه دنیا باید مثل من فکر کنه. در صورت امروز 31 اکتبر 2016 میلادی و برابر است با 10 آبان ماه 1395. دیروز تولد آقا رضا بوده، آقا رضا پلوی خودمون، امیدوارم که پلو خورده باشه، کیک هم خورده باشه و خانم گوگوش هم در تولدش مثل قدیم هم قر داده باشه هم خونده باشه، چون برای اینا چیزی تغییر نکرده، ایران باشن آمریکا باشن اینجا برای خودشون دارن پادشاهی میکنن. 30 و چند ساله هیچ کدومشون دست به هیچ کاری نزدن و دارن از اون پولایی که خودش به زبون خودش گفت 62 میلیون، ولی آقای احمدعلی مسعود انصاری گفت نه این یک قلمش بوده، درست میگه 62 میلیون. مثل اینکه شما 4 تا خونه داشته باشی از ازت بپرسن که شما خونه داری، بگی بله یه خونه دارم، 3 تای دیگه شو نگی. در هر صورت امیدواریم که اینها هم حالا که سال جدیدی از زندگیش رو شروع میکنه یه مقداری به قول و وعده و وعیداش به اصطلاح عمل کنه. دیدم آقای کیومرث فرهومند از رادیو کیان ایران نوشته بودن شاه رفت، پدرش رفت، ولی آقا رضا رو داریم و بر میگرده. گفتم که آواز دهل شنیدن از دور خوش است، یا سن نار بدید آش به همین خیال باشید. من هم 30 سال پیش 37 سال پیش مثل شما فکر میکردم، ببخشید 32 سال پیش، ولی دور بودم دیگه، آلمان بودم، وقتی آمدم اینجا دیدم نه بابا این آقا فکر پول در آوردن و خوشگذروندن و اینها هست و اصلا چیزی که به مغزش هم خطور نمیکنه این ماجرای ایران و ایرانی و اینها هست. در صورت امیدوارم که من اشتباه کنم و اون دوستان درست بگه. یکی از دوستان من امروز یک لینکی فرستاد از یه فیلمی که تلویزیون یا نشریه نشنال جیوگرافیک اون ساخته، جغرافیای ملی، و بهش گفتم اگه میخواییم میتونین این فیلم رو نشون بدید. گفت ساعتی چند؟ گفتیم ساعتی 20 دلاره. گفت خب من 20 دلار میفرستم. گفتیم خیلی ممنون. حالا فیلم ایشون 1 ساعت و نیم هست، 1 ساعت و 40 دقیقه هست، ولی همین که طرف بگه آقا این فیلمو که من دیدم حاضرم 20 دلار بدم 10 نفر دیگه هم ببینن، این همون همیت همت خودشو به اصطلاح نشون داده، یا همیت قسمتی. در اصل ما هم برای که به دوستان نشون بدیم اینجا میگن گود فیت یا اون حسن نیت رو، هم امروز بعد از برنامه خودم نشون میدم، هم سه شنبه هم چهار شنبه، یعنی از امروز توی پلیلیست ما میمونه، ممکنه بعضی وقتا هم 2 بار در روز نمایش داده بشه تا چهار شنبه. و اما آقای دکتر نصر احمدی رو روز جمعه داشتیم، این که مکس کردم میخواستم مطمئن بشم که با دکتر اسدالله نصر اصفهانی من اشتباه نمی کنم، چون روز جمعه باز هم اشتباه کرده بودم و نامش رو بعد براتون میخونم. دوستان گله کردن، ممنون و متشکرم. همین دوستان تیزهوشی مثل شما هستن که به اصطلاح ما رو توی خط صاف نگه میدارن تا یکم مثل یک رانندهی که خسته هست ولی اون بغل دستیش از ترس جون خودش بیدار نشسته و تا یکم طرف میاد این ور هی میپرسه سوربی بیداری؟ اونم میگه بله بله بیدار بودم، فقط این دستم یه دقیقه من جون. یا میره اون ور میگه بیداری؟ دوباره ما رو بیدار نگه میدارید، ممنون و متشکرم. ولی یه چیزی رو هم براتون میگم، آمریکایی‌ها یه چیزی دارن
نمیدونم این همون مساوی چغلی کردن و شکایت، اصلا این کلمه چغلی اصلش چیه؟ چون توی شیراز چغلی بادام هم داشتیم، ولی اون چغل بادام بود، اون چغلی کردن یا شکایت بود. اینجا فکر کنم میگن تلر تلر، اینایی که مثلا دارن بازی میکنن، بعد یکی از بچه‌ها میره به مادرش میگه که مثلا فلانی توپ منو برداشت، اونایی دیگه مسخرهش میکنن میگن این تلر تلر. فکر کنم همون چغلی کردن، شکایت کردن، جاسوسی نمیشه چون چیزی رو که پنهان بوده نرفته بگه. در هر صورت ببینید خانم عزیز، آقای گرامی، محترم، وقتی که من این اشتباه رو کردم، شما که شماره تلفن منو داری، ایمیل منو داری، از طریق فیسبوک دو روز سه روز با هم صحبت میکنی، قشنگ بگو آقای سوربی دو بار اشتباه کردی، اسم آقای نصر احمدی رو گفتی نصر اصفهانی، ولی بالاخره بار سوم تا سه نشه بازی نشه یادت اومد که بابا اون دکتر اسدالله نصر اصفهانیه، این یکی دکتر نصر احمدی هست. در صورت بازم ممنون و متشکرم. خب the one we have is titanium. Okay, very good, very good. یه چیزی رو اوردر دادیم، ایشون گفته که جنسش تایتانیومه. خیلی هم خوب. تایتانیوم نمیدونم چی میگفتیم، چون پلاتین و طلای سفید و اینا نیست، یه چیزی حالا یا بعدن بود یا بوده ما خبر نداشتیم، چیزی که بدنه هواپیما و جایی که میخوان هم سبک باشه، آلیاژ دیگه، آلیاژ که میدونید مخلوط دو تا یا چند تا مواد دیگر رو که مثلا آهن و مس و یه چیز دیگری که قاطی میکنن، این دیگه نه آهن نه مس، یه اسم جدید بهش میدن و این گفته تایتانیومه. تایتانیوم خیلی مقاومه، خیلی سبکه و خیلی هم گرونه. خب بله، ویدیوی کلینگ ریگان. حالا این کلینگ ریگان رو نمیدونم، یعنی ماجرای به اصطلاح کشتن ریگان، چون ریگان کشته نشد ولی بهش سوء قصد شد، و وقتی هم سوء قصد شد بعدن مثل شاه نیومد بگه حالا که من سوء قصد کردید دیگه من دیکتاتور میشم. آقا اینجوری که نیست که، کسی که به سوء قصد کرده برو ببین شاید این مریض باشه، همینجوری که این کسی که با آقای ریگان سوء قصد کرد و تیر زد و اینها مریض بود، الان 30 سال هم هست توی بیمارستان زندان و اینها، ولی تازگی مثل که میخوان آزادش کنن. در صورت این فیلم رو بعد از برنامه خودم نشون میدم. امروز من اولا از حسین آقا ممنونم که دیروز لطف کرد 50 دلار فرستاد، و امروز میخواستم که از آقای دکتر نصر احمدی، اشتباه نگفتم، دعوت کنم تا این اوضاع و احوال روز کوروش و هفته کوروش و شور و حسینی که رفتن پاسارگاد و اینها از شور و حال خودش فروکش نشده و نیفتاده صحبتی داشته باشه، ولی ایشون کار داشت و من متوجه شدم این آقای نصر احمدی واقعا اینقدر انرژی داره وقتی شما زنگ میزنی این وای نمیسته ببینه شما چه کار داری که امروز زنگ زدی، شروع میکنه به صحبت کردن. مثلا اون روز بدونی که اصلا راجع به فیسبوک با شما اینها گفت، این دوستانی که فیسبوک ما رو درست میکنن الان رفتن خارج شهر، گفتم اب نداره برمیگردن درستش میکنن، ضمناً این چیزی که از خارج شهر از تو مکدونالد هم میتونن بشینن درست کنن، از تو هتل هم میتونن بشینن درست کنن، چون فیسبوک روی کامپیوتر شما نیست، روی یک وبسایتیه، بعد شما میری اونجا درستش میکنی. تازه اگر روی کامپیوتر خودشون هم باشه پروگرام های زیادی هست، go to my pc، نمیدونم حتی اسکایپ بکنم میذاره، یا تیم ویور و اینها میتونن از هر جایی کار کنن. در صورت من تماس گرفتم که ایشون امروز ساعت 3 بعد از ظهر با ما باشن، ولی کار داشتن، فکر کنم مهمون دارن، داداششون مهمونشون هست و اینها، و امیدوارم که بهشون خوش بگذره، سلامت باشن و به زودی زود ایشون رو داشته باشیم. راجع به چهارشنبه منتظر آقای یزدان خداوندلو هستیم، چهارشنبه ها 3 بعد از ظهر، و بدونید که آقای مینویی هم چون با کانال 1 شروع کردن برنامه میذارن، گفتن مخارجشون زیاد و اینها، والا اینجا پولی هم به اون صورت نمیدادن، ولی خب دیگه بالاخره هر کسی مختاره، گفتن میخوان یک کمی خرجشون کم بشه و اونجا برنامه دارن، در حقیقت اینجا الان برنامه ندارن. فهم بهشون گفتم باهاشون تماس بگیرم بگم اگر
تلویزیون کانال یک هم مثل ما آرشیو مرتبی داره، روی فیسبوک میذاره، این ور اون ور میذاره، شما یا دوستان میتونید ویدیوهای آقای مینویی رو از تلویزیون مردم هم پخش کنید و پس شما هم میتوانید فیلم های مورد علاقه خود، ویدیوهای مورد علاقه خود رو از تلویزیون مردم پخش کنید. امروز یک خانمی ویدیویی رو از آقای خسرو فرهوره، نمیدونم والا این فروهره چیه، ولی اسمش اصلا مثل یه چیز دیگه است، فرستاده بود براش، نوشتم که شما میتونید این ویدیو رو از تلویزیون مردم پخش کنید. اولا بعضی از اینا باورشون نمیشه. من جمعه توی برنامه آقای نصر احمدی میخواستم اینو بگم که من باورم نمیشد که آقای مینویی بعد از این که حالا با تلویزیون کانال یک صحبت کرده، وقتی میخواد تبریک بگه برای مثلا 4 آبان، 7 آبان، 9 آبان، از من میپرسه که آقای سربی اشکالی نداره؟ گفتم نه آقا، من خودم هم تبریک گفتم، چه اشکالی داره؟ ولی یه چیزی یه دفعه دوزاریم افتاد که ای داد بیداد، چه خفقانی تو تلویزیونای دیگه است. حالا یکی از دوستان که یا از هندوستان هستن ایشون یا از کانادا، در رابطه با برنامه آقای نصر احمدی کامنت دادن یا نظر دادن، من این رو براتون میخونم که در رابطه با همین تلویزیونای شاه‌اللهی، سلطنت طلب، هوادار پادشاهی، هر چیزی که میگید هستن، چون خود اینها هم هنوز نمیدونن چی هستن، چی میگن، چی میخوان، همین نمیدونستن چی میخوان. یه دوستی میگو که آقا یه نفر که تو بانک بوده، نشسته بوده توی مهمونی، با آب و تاب توضیح میداده که نمیدونم ما قدیما هر کشوری میرفتیم آزاد بودیم، فلان بودیم، اینجوری بودیم. گفتم بهش بگو آقا چرا نمیگید قدیما 4 تا از کشورهای دیگه هم میتونستن بیان مملکت ما؟ هیچ کی نمیخواست بیاد اونجا، بیان ایران چیکار کنن؟ وزیر خود شاه میگه برای جشنهای 2500 ساله اومدیم شیراز، شیراز یه خرابه ای بود، نه هتلی نه چیزی. گفتیم آقا مردم رو بیاریم اینجا چی؟ حالا انگار مهمونای 2500 ساله کی بودن؟ یه آدم درست حسابی توش نبود، یه پادشاه و یه رئیس جمهور کشور درست حسابی نبود، یه مشتی گشنگدا مثل همین آخوندا هست که الان مهمونی که میذارن یه کشورها میگن که ما اصلا اسمشون نشنیدیم، اون موقع هم اینجوری بود، یه مشتی گشنگدایی رو آوردن گذاشتن اونجا. بعد حالا آقای شمیرانی پوز میده که ببینید ما اینا رو آوردیم نشوندیم اونجا تو آفتاب، ای خاک بر سرت، این چه مهمان نوازی که اینا رو آوردی گذاشتی تو آفتاب که بعد برگردن بگن این احمقا هنوز بلد نیستن یه چادری یه چتری بذارن بالا سر ما. این شاه‌اللهیا به این چیزا افتخار میکنن که این بزرگی ما رو میرسونه، مهمون دعوت کردیم، این همه پول خرج کردیم، به گفته شجاع‌الدین شفا 400 میلیون دلار، دوستان برید ویدیوشو ببینید، 400 میلیون دلار برای 7 روز خرج کردن. بعد افتخار میکنن که ما آوردیمشون نشوندیمشون روی صندلیا ولی تو آفتاب سوزوندیمشون. باریک حتما میخواستید باربیکیو درست کن. خب بله، ویدیوی ایران استودنت، من میدونید که مثلا آقای اوسانلو امروز هم باهاشون یک کلکل نوشتاری کردم، یا اون آقای حالو که براتون گفتم چون میدونه من ازش انتقاد میکنم در میره به عناوین مختلف، ولی مثلا آقای حالو بلند شده رفته شیراز گویا گرفتن و کتکی زدن اینها. دوستان توی آزادترین کشور دنیا شما نمیتونی همینجوری بلند شی بری تظاهرات را بندازی، باید اجازه بگیری، باید توالت بیاری برای مردمی که اونجا هستن، مردم نرن پشت درخت ها جیش کنن، روی چمن ها نمیدونم کثافت کاری کنن، باید سکیوریتی بذاری، باید پول به پلیس بدی، پلیس بیاد تابلو ببنده مردم رو بگه از این ور برو. همین دیروز توی ویرجینیا یک جایی هست به نام دل ری یا الکساندریا، میدونید اینجا به غیر فرمانداری شهرداری اینا محله ها اسمای خودشونه دارن، اینجا فارچر چه میری پایین تر میشه آرلینگتون، نمیدونم میای بالاتر میشه فرفکس، میری این ور میشه الکساندریا، میری اون ور میشه اسپرینگفیلد. بمانه در شهر الکساندریا از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر خیابونا رو بسته بودن، پلیس آمده بود میگن کن، این مثل قیف بستنی هست وارونه میذارن، اینا رو گذاشته بودن، ماشین هم روشن، ماشیناشون هم چراغ روشن، شما از دور که میای میبینی که این بسته، میپیچی سمت چپ یا میپیچی سمت راست.
نه که تظاهرات را بندازن فلان. خب آقا میخواستید برید سر قبر کوروش، کوروش و پاسارگاد، همون که در زمان شاه این همه هتلای بزرگ و خوب بغلش ساخته بودن، بلوار ساخته بودن. من بچه شیرازم دوستان، پا رو دم من نذارید. کدومتون تو دوره شاه رفتید سر قبر کوروش؟ آره خلاصه این دوستم نگاه، آقا این آقایی که تو بانک کار میکرده خیلی چی میکرد، من گفتم ای کاش سوربی اینجا بود. گفتن نه آقا من دیگه با اینا بحث نمیکنم، اینا یه منفعتی داشتن، یه پولی میخوردن میبردن، من از همین هنوز خوششون میاد اون دوره. اینا خبر ندارن، اینا فکر میکنن ایران تهرانه، تهران شمرانه، همین. یعنی اینا یه خیابون بلدن، یه من محل بلدن، شمران تهران ایران. دسته آدرس هم که برای خونهشون میخوان نامه بنویسن، میسن ایران تهران شمران منزل بابام. تازه بعدم نمیدونم باباشون هم باباشون نبوده، باغونی چیزی باباشونه. در هر صورت گفتم نه آقا نرود میخواه علی درسنگ، باید صبر کنیم این دوستان تلف بشن برن بمیرن به مرگ چیز، تا بعد ببینیم جوونا چی. حالا جوونامونم بیاین نگاه کن، بلند میشن سال یه بار میرن اونجا، میرن سر قبر کوروش که به همه دنیا به قول خودشون احترام میذاره، فوش میدن به عربا. دوستان بی سوادا برید نگاه کنید ببینید زمان شاه، شاه سربازای ایران و هوابرد و اینا رو فرستاد به حمایت کی؟ به حمایت همین عربستان سعودی و ظفار و یمن و اینا بود دیگه. اینم جوانای ما. بعد دوستمون علی آقای شیرازی مینسه یواش یواش یه خبرهایی داره میشه. گفتم خب بذار دو دو تا چهار تا حساب کنیم. 37 سال گذشته، تازه حالا سال یه بار میرن سر قبر کوروش فوش میدن به عربا. حتما 700 سال 500 سال دیگه باید بگذره تا یه نفر بیاد بگه آقا امروز 7 آبان اومدید اینجا، فردا 8 آبان چی، 9 آبان چی. یه کلکلی هم با آقای حقا، میدونید دوستمون آقای فتح الله یزدی که هیچ مدرکی نداره از هیچ جایی، حتی دیپلم نداره. بذارید من ببینم این فیسبوک رو برای دوستان چیز هم بفرستم، دوستانی که من رو صفحه خودم میبینن. شماها که همت نمی کنید، اونایی که میکنید ممنون، ولی اونایی که همت ندارن نمیدونم والا دیگه چی میگن. البته ما چون خودمون میگیم با تلویزیونای دیگه به مردم هایی میگن اینجور و اونجور. share on your own timeline، بله اینجا میمیسیم سروبی با مردم، سروبی با مردم. چند دقیقه کار داشت؟ یه دقیقه هم نشد خودش. خب حالا حقا یزدی رو میشناسید که بعد برای خودش اسم درست کرد دکتر نمیدونم خالق یزدی، فتح الله رو ترجمه کرد به خالق، فتح الله شد خالق اهورا یزدی. در اصل بمانه اگر به اسم چیزی عوض میشد که خیلی خوب بود. شما اسم کشور تو بذار سوئیس، چه فایده ای داره؟ مگر رضا شاه اسم پرژیا رو نکرد ایران؟ ببینید چه مشکلاتی درست کرده برای ایرانی ها. چرا میخواست خودشو نزدیک کنه به آقای هیتلر، هیتلر نجات پرست؟ بمانه. خب چی میخواستیم بگیم، کجا بودیم؟ برگردیم حالا این نامه ها رو براتون بخونم، یکی یکی احتمالاً میبینیم ببینیم که اینجا چی هست و چه باید کرد. آقای بله یک سفر یک... اوکی خیلی ممنون. آقای سهراب چمنارا، مهندس چمنارا، خیلی خوشحالن که دکتر نصر احمدی دوباره در تلویزیون مردم این برنامه ها رو شروع کرده. ایشون امیدواره که مردم حمایت کنن، بیننده ها حمایت کنن، این همچنان ادامه داشته باشه. و خیلی هم اون روزگاره چیزای خوبی زیر به اصطلاح نظر، اون قسمت نظر برای آقای نصر احمدی نوشتن. امیدوارم دوستانی که با آقای نصر احمدی این فیسبوک رو راه انداختن به اصطلاح اینها رو بهشون منتقل کنن که مردم اگر اظهار لطف میکنن منتقل کنن. ضمناً دوستان هی به من نگید ما میخوایم تلویزیون میخوایم برنامه آقای نصر احمدی رو حمایت کنیم ولی میخوایم خودشون به ما بگن. آقا خانم خودشون که آمدن گفتن
از 10 دلار به بالا به فیسبوکشون یا به تلویزیون مردم زنگ بزنید، تماس بگیرید، کمک کنید. ما هم که اینجا نمیخوام پول آقای احمدی رو بخوریم. اگه شما 100 دلار بفرستید به آقای احمدی، میگیم آقا 100 دلار این خانم یا این آقا فرستاده، شما میای به اندازه 300 دلار من بهت برنامه میدم، برنامه زنده بهت میدم، روی فیسبوک میذارم، روی یوتیوب میذارم، تا چند روزم پخش میکنم، مجموع اینا میشه 300 دلار، این خانم 100 دلار داده. هی دیگه شما بهش زنگ بزن، من بهش زنگ زدم جواب تلفن من نمیده، مگه کالر آیدی نداره؟ من چه میدونم. اینه که من بعضی وقتا به دوستان میگم، یه دوستی گفتم بهتون چند ماه هی میگم که آقا دو تا نمیدونم چند تا از دوستای من میگم آقا خب به خودشون بگو با من مستقیم تماس بگیرن. خیلی ممنون، شما هم به من لطف داری هم به اونا میخوای لطف کنی. اولا مگه ما گرون میفروشیم که شما میخوای تخفیف بگیری؟ ما که از 2006 تا حالا 10 سال نرخمون همینه، 50 دلار برای برنامه زنده مینیمم 2 ساعت میشه 100 دلار، بازپخشش هم ساعت 20 دلار. حالا تخفیف میدیم، یوتیوب میذاریم، فیسبوک میذاریم، روی بالاترین حوصله‌مون بشه میذاریم، پول نمیگیریم اونا رو قسمت خودمون. ولی خب چشم، شما گفتی ما به اونا تخفیف هم میدیم. ولی دیگه بهش بگو آقا من گفتم به سوربی، سوربی گفت بیا. اونم که زنگ میزنه یا تماس میگیره بگه آقای ایکس از فلان کشور منو معرفی کرده، گفته شما حسابی به من دو برابر سه برابر حساب میکنه. چی بگم؟ به این نفر گفتم که آقا ما ممکن فامیلم باشیم، خب پس بهتون دو برابر حساب میکنم. راست میگن دید. خب در صورت اینم از این و بریم سراغ برنامه ها. امروز 2 ساعت من اینجا هستم و میخوام اگر بشه این برنامه فولدر رو تمیز کنم. این دوستی که اینو فرستاده نوشته که نماینده از خودش در نیاورده. ببینید بهتون اینجا نشون میدن، اجازه یک کمی دوشنبه ها ما سلو هستیم، یعنی فسفس میکنیم تا کار کنیم. کلمه فسفس برای چیه؟ آباد اینایی که نفسشون بند میبنده اینجوری میکردن به اینا میگفتن فسفس، من نمیدونم. یا اینایی که یواش یواش راه میرفتن پاشون رو زمین میکشیدن. بله به آقای اسلام شمس، چطوری آقا؟ خیلی خوش آمدی آقای اسلام شمس. این روزا میدونی که فیسبوک میتونی برنامه زنده داشته باشی خیلی ساده راحت. بیا هفته ربع ساعت 10 دقیقه با بچه ها با بیننده ها جوک بگو. آقای اسلام شمس بچه محل ماست، نه بچه شیراز و لب آبا، بچه اینجا مریلند و از منطقه ویرجینیا. نماینده جامعه یهودی در مجلس ایران گفت تهران میداند جنگ با اسرائیل به منزله خودکشی است. تنها نماینده یهودی مجلس ایران گفت در پی جنگ با اسرائیل نیست جمهوری اسلامی، در پی جنگ با جمهوری اسلامی نیست و تأکید کرد که تهران آگاه است که حمله به کشور یهود به منزله خودکشی است. اینم عکسش، سیامک مرسد که ثبات و روزافزون روابط دو جانبه را ناشی از قرارداد هسته‌ای می‌داند میگوید بدنه رهبری از سلامت و روشنبینی کافی برای ممانعت از درگیری برخوردار است. امیدواریم اینجوری باشه و اونای دیگه‌ای که نظر دیگه‌ای دارن اشتباه کنن. آها داشتم راجع به این بهتون میگفتم، بذارید من بلنگوی اسکایپ نه بلنگوی فیسبوک رو روشن کنم. بعد میگن که میگه که مشغول هستم، به اصطلاح در حال سفر هستم با جیل نو. بهت تبریک میگم آقای اسلام شمس. خب همونها رو اگر اجازه بهت میدن پخش کنی اینجا به اصطلاح چیز میکنی. منم جیل نو رو اومده بود برای جورج بوش برنامه میذاشت دیدم و خیلی آدم خوبی هست. الان هم یکی دو تا برنامه این برنامه داره، یکی راجع به ماشین هست، یکی هم گهگاهی تو فیلم Last Man Standing میاد با اون آقای تیم، یادم نیست اسمش چیه. در اصل ممنون و متشکرم. دوستان برای من و شمایی که خبر نداریم تو ایران چه خبره، بذارید یک ویدیوی رو نشون بدم، یکم این ویدیو رو نگاه کنید، بعد با خودتون به اصطلاح چی میگن کلنجار برین، ببینید و حساب کنید که تو ایران الان دانشجو روز 16 آذر، البته این مال پارساله، نوشته 16 آذر 1394، اگه مال پارسال باشه خب اون وقت که
800 روز از ریاست جمهوری روحانی نگذشته. حالا بذارید ببینیم چی میگه. بذارید من اینجا اینا بذارم که دوستان فیسبوکی هم ببینن، با هم بشنوید. دوستان واقعا اگر قلم و کاغذ دارید ببینید این آقا، من الان نمیدونم این تندروه هاردلاینره طرفدار خامنه‌ایه چجوریه، چون به احمدی نژاد میپره، به روحانی میگه تو شاگرد رفسنجانی هستی. گوش کنیم با هم. چرا من دیگه فارسی طرف حرف میزنه، دانشجو هم هست، فکر کنم شیرازی هم هست، چون یک کمی مثل من شلوول حرف میزنه. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام جناب آقای روحانی، نیک مستحضرید که پس از 800 روز تنها 4 دقیقه فرصت یافته ای تا با شما به عنوان رئیس قوه مجریه صحبت کنید. لکن از آنجایی که در همه این دو سال تریبون های یک طرفه طرفداران شما برای تشکر و تمجید سیاست های شما به راه بود است و خواهد بود، بنده به نمایندگی از اتحادیه مطبوع انتقاداتی فارغ از فضای تعارف عرض می نمایم. همچنین از همین تریبون از تمامی زحمات شما و کابینه تشکر می کنم. ناظران سیاسی معتقدند که هر کدام از وزارتخانه های کابینه شما سهمیه یک جریان، گروه یا شخص خاص بوده، که البته پس از گذشت این دو سال و اختلافات درون کابینه این گمانه تقویت هم شده است. در این میان از شما خواهش میکنید دانشگاه را از گود بازی های سیاسی خارج کرده و بگذارید دانشجویان مسیر طبیعی خود را طی کنند، مسیر علم و اخلاق و پیشرفت، هرچند منافع عده‌ای کاذب به خطر بیفتد. جناب آقای روحانی، 8 برابر آن تدروزی که شما از آن یاد کرده بودید میگذرد و آش همان آش است و کاسه همان کاسه. در اقتصاد با ادعای واژه‌های طنزگونه چون تورم صفر، عبور از رکود و رفتارهای رابین هودی چون توزیع تبد کالا و تخصیص وام 25 میلیونی، آن هم نه به نفع معیشت مردم بلکه برای خالی کردن انبارهای خودرو، نشان دادید برنامه‌ای برای اقتصاد نداشتید. چنانچه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل در جلسه پیش از انتخابات 24 خرداد با شما این برنامه‌گی را یادآور شده بود. در دولت مذاکرات برای توجیه راهبرد غلط وابسته کردن همه امورات کشور به سیاست خارجه آسمان ریسمان بافته و گفتید کربلا دست مذاکره است. اشتباه گفتید. در روزهای توهین به نبی مکرم اسلام، وزیر خارجه کشور حتاک را در آغوش گرفتید. اشتباه کردید. نباید همه چیز را به سیاست خارجه گره می‌زدید. در همه روزهای پیاده روی و دست دادن و همسالهم 333 روز سفیر جمهوری اسلامی پشت درهای سازمان ملل ماند. حضور دارن اینجا. نفت به استناد نامه 4 وزیرتان با کاهش 60% قیمت مواجه شد. سفره مردم کوچکتر شد. در همه این روزهای مذاکرات، از حاکم جزیره بحرین تا وزیر گستاخ سعودی، از اردوغان تا رئیس جمهور کشور 800 هزار نفری جیبوتی، یکی یکی به ملت ایران توهین کردند. فاجعه فرودگاه جده و حوادث منا رخ داد. کمتر کسی اگر به واسطه تبلیغات دو ساله به راهبرد مذاکرات خوشبین بود، بعد از فاجعه منا دریافت که متاسفانه رویکرد حضرت عالی در سیاست خارجی هیچ بخشی از منافع ملی ما را تأمین نکرد. با این حال هنوز از این سیاست اشتباه باز نگشتید. چنانچه چند روز بعد از حادثه تلخ منا، وزیر خارجه ما از تحکیم مودت با آل سعود سخن گفت. جناب حجت الاسلام روحانی، از آنجایی که دولت شما فاقد گفتمان سیاسی و اجتماعی است، به نظر می رسد برای جبران این خلأ آینده سیاسی خیش را به کسانی گره زده اید که سابقه خود را در بزنگاه ها نشان دادند و هیچگاه دلسوز شما نبوده و شما را معاون اول کابینه آقای هاشمی رفسنجانی می دانند. اینان دیر یا زود چه در صورت وصول مطالباتشان و چه بالعکس آن پروژه عبور از روحانی را کلید خواهند زد. ما نمی خواهیم عبور از روحانی مطرح شود. ما رئیس جمهوری می خواهیم مستقل که بر اساس آنچه شعار داده عمل کند. اگر مدعی دروغ آمارسازی در دورهای قبل از خود آمارسازی نکند و دروغ نگوید. وزیری را به مصدر امور نگذارد که در کرسنت یک طرف دعواست. وزیری را به کار نگمارد که به خاطر نخریدن خودروی بی‌کیفیت ملت را خائن خطاب کند. ما رئیس جمهوری می‌خواهیم که در مقابل نقد خضوع کند و منتقدان را بزدل و بی‌شناسنامه خطاب نکند. آقای روحانی، شما به رفتارهای از رئیس جمهور قبلی منتقد و معترض بوده اید و رأی خود را بدان استوار کرده اید که امروز خود
فاعل بسیاری از آنان هستید. شاید اگر اکنون در فضای سیاسی کشور چرخی بزنیم، حضرت عالی احمدی نژادی ترین فرد در سفهر سیاسی کشور باشد. سلام. من نمیگم شما بگید حالا دائما شعار مرگ برفت. خب شنیدید دوستان، خود شما با وجدانتون اگر دارید، اگر ندارید کاری ندارم، خوش باشید، با وجدان خودتون حساب کنید. ببینید من و شما به عنوان دانشجو میتونستیم جلو شهردار محل، شهردار شهرمون اینجوری صحبت کنیم. نمیگم شاه، نمیگم نخست وزیرا، نمیگم تیمسار فلانیا، شهردار محل شهرمون اینجوری آقا رو شست و چلوند و انداخت روی بند که فعلا خوش بشه. اینی که من تعجب کردم، این آقا از اون بر به احمدی نژاد هم میپره، چون اونایی که هارد لاینر هستن یا تون روان دنبال رو احمدی نژاد خامنه‌ای هستن، ولی این همه را زیر سوال بود. میگه وزیری که میاد میگه ماشین بعد ما رو بخرید، اگه نخرید خائنه، این خودش خائنه، برو آقا ماشینی تو درست کن. و این ایرانه، این ایران امروزه. گفتم اونجا نوشته بود سال 94، ولی 94 آذر 94 روحانی 800 روز از انتخاب، شاید هم گذشته، ما اینجا که روزا میگذره خبر نداریم. حالا ببینید آقای خامنه ای میاد حرف میزنه، چجوری یه چیزی میگه بعد میفهمه که اشتباه کرده، میخواد درستش کنه. با هم باز اینم ببینیم که یه 5 دقیقه رفته باشیم ایران ببینیم چه خبره. الان زنده باد پورت با اینو نمیگیم، اینو ما من نمیگم شما بگید حالا دائما شعار مرگ بر فلان و زنده باد و پورت با اینو نمیگیم، اینو ما توقع از بچه ها نداریم، از هیچ کدوم از جوان ها در جای خودش. چرا؟ آها، اما باید بدونید، باید بتونید تحلیل کنید. نکته همینجا بود، در جای خودش چرا، یعنی جایی که اینا بگن جوونه میاد به خیابون شعار بده، دیگرانو بزنه، مخالفا رو بزنه، اون اشکال نداره. ولی اون جوون دیگه‌ای که با اینا مخالفه، اگه بیاد بخواد حرف بزنه، مثل آدم راهپیمایی کنه، اونو با ماشین پلیس آخوندی میرن روش لش میکنن، از اون بالا تیر میزنه، تکفیر انداز، مثل اون ندا بیچاره یا دیگران. ندا که اصلا تو تظاهرات نبوده، داشته با معلم موسیقیش میرفته، ماشینشون جوش میاره. چرا دوستان؟ همین که بهتون گفتم، تظاهراته نرفتن مثل آدم نوبت بگیرن چی کنن. چرا نمیرن مثل آدم؟ برای که رژیم دیکتاتوریه، رژیم آدم نیست. این دوستمون نوشته بود آقا این انسانها آدم بشو نیستن، یعنی این انسان حیوان نیست، چون هم رو دو پا راه میره، هم مغز داره، فکر میکنه، انسان حیوان نیست. البته ثابت شده خیلی از حیوانا فکر میکنن و حتی کلاغ گفتن تا 4 میشماره، آقای دکتر افشارها اون دفعه بود. ولی میگه این انسانها آدم بشو نیستن. چرا میگه؟ برای که یه نفر آمده بود یه نوشته ای رو نوشته برای شاه، بعدم میگه برای این اون بفرستید. این آقا یا خانم هر کی هست نوشته شاه دو تا دکترا داره، بهش میگم احمق، این دوست ما رفته که دیپلم شاه رو بیاره، هنوز پیداش نشده. امروز گفتم 2 ساعت میخوام باهاتون صحبت کنم و شما هم میتونید زنگ بزنید، تماس بگیرید، برنامه بذارید، بیاین با دیگران صحبت کنید. و اما بازی هیلری به عنوان فرشته و ترامپ به عنوان دیو در انتخابات آمریکا، 8 روز دیگه به انتخابات باقی مونده. من پریشب در مراسم ختم یکی از به اصطلاح مادر یکی از دوستامون بودیم و دیگه دیدید مردونه و زنونه میشه، مردونه معمولا به سیاست میخوره. اولا که یه آقایی به من گفت آقا این آقای داور که دیگه معلوم شده جمهوری اسلامیه. گفتم والا من نمیدونم، ولی اگه شما میدونید شما خب به این دوستان بگید از کجا معلوم شده. آیا شما برای جمهوری اسلامی کار میکنید؟ فیش حقوقیشو دیدید؟ چکش شما میارید؟ من نمیدونم. دلیلی هم که نمیدونم، خود منم میگم برای جمهوری اسلامی کار میکنم، ولی ما چکی ندیدیم تا حالا. اگه شما میتونی میدونی بگی بیار، هر چکی بیاری، هر 1000 دلاری ما 250 دلارش بهت میدیم، 10,000 دلار 2500 دلار بهت میدیم، 100,000 دلار 25,000 دلار بهت میدیم.
بعد آقای گفت نه من همچینم مطمئن نیستم. گفتم آقا شما الان گفتید، اون که دیگه به یقین، به احتمال و اینام نه، به یقین مأمور جمهوری اسلامی. این مشکله. در هر صورت راجب انتخابات شد، دوستمون وقتی میگه حالا دیگه این اون موقع 11 روز بود، 11 روزی که تمام میشه، گفتم نه آقا من نگران بعدش هستم، مخصوصا این آمریکا تجربه جنگ های داخلی رو داره، جنگ شمال و جنوب، جنگ همین برده آزاد بشه یا برده برده باشه، پرچم نمیدونم اون کانفدریشنشون یا به اصطلاح پرچم معمولی. و اینها این 8 سالی هم که رئیس جمهور سیاه بود، این سفیدا فکر میکردن یه ظلم مضاعف بهشون شده، حالا دیگه این برده برای ما کار نمیکنه، هیچی آمده کت خدای محلم شده، و نمیتونستن حرف بزنن تا آقای ترامپ آمد و سر این دیگ رو برداشت و الان بخارش رو داریم میبینیم. حالا نمیدونیم، شاید این سر رو برداشت خوب شد دیگه این دیگ منفجر نمیشه، یا شاید بعد از انتخابات سر دیگ رو بذاره این منفجر بشه، با اسلحه میاد تو خیابون و ببینیم چه خواهد شد. نوشته که این دوستمون ترجمه سیامک برای پیگنت، هیلاریسم آینده یعنی مکارتیزم، مکارتیزم گذشته. این دوستان اگه یک کمی تو ترجمه راحت تر صحبت میکردن، برای افرادی مثل من هیلاریسم یعنی چی؟ حالا یعنی این اسم هیلاری شده؟ هر چیزی رو که نمیشه اسم کنیم و مثلا بگیم آقا فلانی هیلاریسته، این کمونیسته، کمونیسم، حالا این هیلاریسته، هیلاریزم، نمیدونم، یا شاید یه چیزی هست من خبر ندارم. و اما درباره دکتر نصر احمدی اینو گفتم بهتون، دوستان گویا از سفر آمدن و وقتی برای من می‌نویسن دکتر نصر احمدی، چون آقای نصر احمدی به من گفته که چند تا دو سه تا از دوستان جوان هستن که کارای فیسبوک ایشون رو انجام میدن، من اینجا بهتون نشون میدم. نوشتن دکتر نصر احمدی: با درود خدمت شما جناب آقای سوربی، یکی از دوستان فیسبوکی ما را سرزنش کرده که چرا آقای سوربی دکتر احمدی را به نام نصر اصفهانی خوانده و ما اعتراضی نکردیم. ایشان خانم پوراندخت زرقام هستند. من به ایشان جواب دادم، ما به ایشان جواب دادیم گاهی اشتباه غیر عمد لفظی پیش می آید، ولی گویا ایشان متقاعد نشده و خلاصه. اما غرض از مزاحمت تنها طرح این مسئله نبود. شما در پایان برنامه دو چیز را در مورد فیسبوک دکتر مطرح کردید که خیلی به جا بود، ما سپاسگزاریم. اول نوشتن نام دکتر به لاتین، دوم برای آن فیسبوک قدیمی که نمیدانیم از طرفی چه کسی هم هست میتوانیم اقدام کنیم، اما چطور و به چه کسی؟ با سپاس مجدد، دبیرخانه جبهه رهایی و بازسازی ایران. منم برای اینا نوشتم من فردا تو برنامه نشون میدم که چگونه این کار رو انجام بدیم. اولا این خانم زرقام که من بهشون نوشتم، اتفاقا شما ممکنه فامیل ما باشید اگر از فارس باشید و اینها، ایشون گفته بود من نمیدونم ما اهل کجا هستیم، برای من یکم عجیب بود که آدم ندونه باباش جدش اهل کجا بوده، ولی بماند، خوبیش میگه که همینجا همسایه‌مون هستن. و ایشون هم یکی از دوستانی بود که خیلی خوشحال بود که آقای نصر احمدی میخواد بیاد و برنامه داشته باشه و گویا با خود آقای نصر احمدی هم تماس گرفته بود اینها. در هر صورت ببینید، میگن که ما به ایشون گفتیم آقا خب بعض وقتا اشتباه پیش میاد، ولی ایشون قانع نشد. حالا بذاریم تصور بر این که من تو کار بیمه بودم، ما یه بیمه میخریدیم به نام Error and Omission، یعنی اشتباهات سهوی و عمدی. تو کار بیمه مثلا من ماشین یه نفر به جای امروز فردا بیمه میکردم، این امروز تصادف میکرد، بعد اون میومد نشون میداد که آقا نگاه کنید من ساعت فلان زنگ زدم، بیمه که قبول نمیکرد، چون بیمه میگه ما کاری نداریم، این ماشین از فردا بیمه است، ولی اون بیمه به قول خودشون کیک میکرد، این میگه آقا سوربی اشتباه کرد. خب این اشتباه سهویه،
سهوًا یعنی فراموشکاری. طرف میگه سهو کرد، فراموش کرد. این اشتباه سهوًا فراموش کرد. حالا من میام به شما بگم من عمدن اینو گفتم. شما میتونید یه دونه دلیل پیدا کنید که منی که آقای نصر احمدی پول برنامه‌شو آقای دکتر کاظم افشارها داده، اسم اینو بیام بگم دکتر نصر اصفهانی. چرا؟ مرض دارم؟ دارم دیگه، اگه نداشتم که نمیمدم 20 سال پول خوب رو ول کنم با ایرانی‌ها برای 10 دلار 1 دلار سرکله بزنم. دیوونه هستم؟ بله دیوونه هستم. اگه دیوونه نبودم که نمیمدم دنبال عشق و علاقه هم، میرفتم دنبال پول. پس خودم جواب خودم رو گرفتم. خانم شما درست میگی، من چون مرض دارم و چون دیوونه هستم، عمدن اسم آقای دکتر نصر احمدی رو گفتم دکتر نصر اصفهانی. ولی از شما یه سوال میکنم، شما که نه مریضی نه دیوانه هستی، آیا هر موقع من گفتم نصر اصفهانی شما فهمیدید که منظور، یعنی شما فهمیدید که من دارم عمدن میگم نصر اصفهانی و هدفمون اون آقای نصر احمدی هست؟ پس مسئله حل شد. نکنید خانم، والا نکنید. من اینقدر به این خانم ها تو برنامه اعتبار میدم، کردیت میدم، امیدم این بود که خانم ها بیان سر کار. البته نه این هلری که دوباره گندش بالا اومده و الان هم دیگه خیلی خطرناک شد. البته اونایی که به قول اون آقا هلریسم هستن کاری به این چیزا ندارن. اونی هم که دنبال ترامپیسته کاری به این چیزا نداره، میره تراپی ترامپیزم هست، میره رای به اونا میده. ولی نکنید آخه، من چرا باید این کار انجام بدم؟ اون موقع که من اینجا نشستم 100 تا شور حسن و حسینی تو کلمه، عکس آقای نصر اینقدره. دوستان اگه برنامه رو میبینید یه عکس درست حسابی جدید از ایشون بگیرید. بزرگ نه اینقدر، 17 کیلو. 17 کیلو نه وزنه، 17000 پیکسل میشه. یه عکسی بفرستید 2 مگابایت، 3 مگابایت، نمیدونم این روزا که 18 20 مگابایت یه عکس میشه، قشنگ معلوم مشخص. و چون قول دادم به این دوستان که بهشون نشون میدم چگونه شما اون شخص رو ریپورت کنید، به این صورت. ببینید شما میایین اینجا، بذارید با هم بریم تو صفحه فیسبوک. اینجوریه، بله. ببینید میایین تو صفحه فیسبوک خودتون. این کی بود؟ کجا بود؟ داگ نات پرکتیکال داگ، من کجا داگ گفت؟ خدایا ما چی کار کنیم؟ اوکی، اشتباه کرده یه دوستی. دوستان اینو نگاه کنید، ببینید میای تو مردم تیوی، حالا ما شما دکتر نصر احمدی به فارسی دیگه میزنی اینجا، اون اسمی که دیدی که میگی یا قلابیه یا طرف رفته اسم گذاشته، نصر احمدی، حالا نمیدونم کدومشه بالاخره، یا شاید هم زده دکتر نصر احمدی، بنویسیم دکتر نصر احمدی، یا نصر هم شاید دوتاشو گذاشته نصر احمدی. حالا یادتونم باشه یه وقتی خود آدم یه صفحه ای رو اشتباهاً واز کرده، بذارید من اینو ببینم، برمیگردیم روی فیسبوک اونجا. ببخشید دوستان، هستیم دیگه. بله ببخشید. خب بله دوستان نگاه کنید، اینجا میزنیم دکتر نصر احمدی، یه انترم میزنیم ببینیم پیدا میشه چیزی. نه حالا نمیدونم، لابد عوضش کردن یا خودتون تماس گرفتی یا هر چی. بذار من بزنم مثلا سوربی. ببین شما از عکسش اینا میفهمی که این شما نیستی. چی کار میکنی؟ اول کاری که میکنی دشمن تراشی نمیکنی، با طرف تماس میگیری. چجوری؟ وقتی که ببینیم ویو از شما اینجا قسمت مسیج یا پیام، اینم که الان میخواد درسمون بده، همه شدن معلم. اینجا قسمت مسیج یا پیام، براش پیام میفرسی، براش مینویسی دوست عزیز آقای نصر احمدی صفحه خودشون رو باز کردن و از شما ممنون میشیم اگر این صفحه رو ببندید و لطف کنید به ما خبر بدید وقتی که بسید. 3 روز 4 روز صبر کنید، اگه بس بس، اگر نبس چه کار میکنی؟ شما که توی این صفحه هستی
میای همینجا دوباره خدایا چیکار کنیم، ما خودمون بلد نیستیم، میخوام یاد دیگرانم بدیم. ببین این گوشه میبینی چند تا نقطه گذاشته که اینا هم این همه جاره دیگه، این نقطه و خط و نقطه برای چیه؟ ببینید چون من صفحه خودمه نمیذاره خودم رو ریپورت کنم، میدونید، بذارید من بیام تو صفحه آقای نصر احمدی یا برم تو صفحه آقای سهراب چمنارا. سهراب چمنارا بیا تو این صفحه دیگران که میام اجازه میده من اینا رو ریپورت کنم. ببینید الان اینجا که زدم این سمت راست این بالا که چند تا نقطه هست یه جاش نوشته ریپورت. شما ریپورت یعنی گزارش دادن، همون لاپورت خودمونه. عمه ما چون شوهرش شرکت نفتی بود و آبادان و آقاجاری کار کرده بودن، این میگفت کاری نداری که، باید بریم شهربانی لاپورتشون بدیم. خب ببینید اینجا می‌نویسی که مثلا report this profile، میگه این اکانت رو ریپورت کن. بعد میزنیم میگه چرا میخوای ریپورت کنی؟ شما میگید که این اکانت منه، اسم منه، یا this is fake account، توضیح میدیم. حالا ما نمیزنیم که مال آقای سهراب چمنارا رو اذیتش کنن و باهاش برخورد کنن. و اگر این توضیحی که من دادم کافی نبود، شما یه وقتی که من به اصطلاح سه شنبه و پنج شنبه ها من کارهای ویدیو ادیتینگ میکنم آزادترم، با من تماس بگیرید از طریق اسکایپ یا از طریق تیم ویور، با هم این رو درست میکنید. این هم از این. حالا دوستانی که این برنامه رو دیدن، شماها اگر میتونید به اون صفحه‌ای که اسمش با انگلیسی نوشته، نه اینکه با فارسی نوشته، حالا انگلیسی هم قرار شده اضافه کنن، به اون بگید که آقای نصر احمدی صفحه خودش رو داره. بذارید من اینجا اگه ببینم، بله دکتر نصر احمدی صفحه‌شو نشونتون بدم که شما هم یه تبلیغی برای آقای سهراب چمنارا شد، یه تبلیغی هم برای آقای دکتر نصر احمدی که ما با دسیسه و با پدر سوختگی اون روز دو بار اول برنامه اسم ایشون رو به جای نصر احمدی گفتیم نصر اصفهانی. حالا چی شد؟ مثلا 100,000 نفر رفتن به جای ایشون به دکتر نصر اصفهانی به اصطلاح کمک کردن. خب بیا خانم عزیز، آقای گرامی، شما که میدونستی از سه روز قبلش هم گفته بودی برنامه دکتر نصر احمدیه، ما اشتباه کردیم، اینجا غلط کردیم، بابا طرف اشتباه کرده، یک مملکتی رو به گند کشیده، پولا رو دزدیده برده، خانواده‌اش هنوز دارن میخورن، یه آدمای دوستری اومدن اینا میکشن و کشتن و دارن میخورن و میبرن، تازه بعدم فردام اینا طلبکار میشن میگن دیدید براتون از تهران به قزوین نمیدونم تو 2 ساعت رفتید، حالا اینا خیلی عجله داریم هممون بریم قزوین زودی، دیدید ما براتون نمیدونم تونل ساختیم، نمازم خوندیم، پس حالا باید هی هر روز بگی صد رحمت به کفن دوز اولی و دومی، چون اون کفن دوز سومی که میاد هم کفن پدرمونو میدوزه، هم به قبر پدرمون میرینه، هم دیگه خدا میدونه چیکار میکنه، لابد بعدم اونجا چهارشنبه سوری را میندازه، قبرش هم میسوزونه. چون اگر این کفن دوزای دومی انسان آدم بودن، به قولشون وفا کرده بودن، پول نفت به شما میدادن، جنگ را نمینداختن، مردم را آزاد میذاشتن، هیچ کدوم از این دوستان طرفدار پادشاهی با اسمای مختلف چه سلطنت طلب چه شاهنلاهی جرأت نمیکردن بیان بگن آهان ما طرفدار همون کفندوز اولی هستیم. چرا امروز میگن صد رحمت به کفندوز اولی؟ برای که کفندوز دومی آمده، هم کفنا رو برده، هم تو قبر مرده هامون کسافت کاری کرده. این ضرب المثل بی خود که نیومده که، نشون میده ما یه جامعه بدبختی همیشه اینجوری بودیم. آقای حخا بزرگترین کاری که کرده بعد از سالها دروغ گفتن به مردم، بعد از سالها پول میشناسم دیگه زنایی که اینجا بودن، آقای حخا اون بیچاره مهندسه که دنبال افتاده بود حتی با خانوادش هم میومد کمک میکرد، اون تیمساری که حتی با بچه‌هاش دعوا کرد چون اسم دعواش شد بعد چون اسم شما رو گذاشته بود توی وصیتش، پولا رو خوردی، اشغالات کردی، مهمونای مختلف رو رفتی، بعدم دروغ گفتی در رفتی. حالا آقای حخا و
برمیداره از یک کشوری نمیدونم آلمان سوئد کجا هست، ماشاءالله ایشون هم که مثل آخوندها که همه دنیا رو اسلامی کردن، آقای حقا هم همه دنیا رو حقایی کرده، همه دنیا کشور ایشونه، مخصوصا چون ایشون همیشه روی هوا تشریف داره، حالیش نیست کجا هست. برداشتن برای ما اینجوری نوشتن، دیاری براتون نشون بدم. Happy Cyrus the Great Day 28 of October 2006. میگه که روز کوروش بزرگ مبارک با. خیلی ممنون، به شما مبارک. ولی اشکال اینجا، من برای ایشون نوشتم آقا ما در زمان کوروش آدم بودیم، انسان بودیم، دروغ نمیگفتیم. ایشون نوشته من برای شما این را فرستادم، حالا یا شما این را درک میکنید یا نمیکنید. میگم آقا من از شما یه پرسش ساده کردم، آدم بودیم، دروغ نمیگفتیم، شما بگو بله. من میگم پس کوروش دیوانه بوده که گفته خدایا اهورامزدا این مردم من را از دروغ گفتن دور نگهدار. کشور گل و بلبل داشتیم، همه جا سرسبز بود، پس این کوروش دیوونه بوده که گفته خدایا کشور من از خشکسالی دور نگهدار. بعد بهش میگم که ببین تازه اگر من نفهمیدم منظور تو رو، برای که تو معلم خوبی نیستی، تو باید بری حالا بشینی درس بخونی. آقای حقا نمیخواد به من بگه 17 تا زبان بلدی، من 3 تا زبان بلدم، هر کی میگه آلمانی میگم نه آقا دیگه یادم رفت، انگلیسی هم یه تتفتهی میکنیم امورات اونو میگذرونیم، فارسی هم که داره یادمون میره. ولی شما که میگی 17 تا زبان بلدم، بیا یه استه نیم صفحهی برای من بنویس، استه یعنی انشا، یه انشای نصف صفحه برای من به زبان زوریخی بنویس، به زبان سوئیسی بنویس، تا من بدمش دست یه دوست سوئیسی بهت بگه آقا برو خجالت بکش. چرا نیومدی به مردم بگی که شما بعد از جنگ که آلمان این جوونا را احتیاج داشت، آمدن یزد و شهرها و دهات دیگه جوونا را بردن، مثل ترکایی که بردن آلمان، شما را بردن اتریش و آلمان و اینها، وایسادی اونجا کارگری کردی، حالا دو تا زن گرفتی، 10 تا زن گرفتی، نمیدونم زن تو بعدا داداشت گرفته یا تو زن داداشت گرفتی از دستش، I don't know، ولی داداش خودت آمد تماس گرفت. آقای حقا اگر اینو نفرسی، ببینید خانم نیه، اگر این آقای حقا اینو نفرسه، که من امروز راجع بهش صحبت نمی کنم، نمیام بهش بگم که آقای مختار 30 دلار 40 دلار داد سابقه شما رو کشید بیرون که شما اینجا زندان هم بودی، عکس زندانیت هم هست، تازه اگه بخوای اونم نشون میدم. خود منم رفتم 19 دلار یا 30 دلار دادم، چون میگه اون دروغ میگه. گفتم آقا اینها اینجا میگنش به اصطلاح public information، یعنی اطلاعاتی که در دسترس مردم قرار میگیره. اسمشو زدم، یه شرکتی گفت اینجا زندان بوده، با اون چیزه تماس گرفتم، با اون فرمانداری یا شهری که بود، خانمه گفت که بله این پروندهش اینجاست، ولی اگه بخوایم پرینت کنیم براتون میل کنیم، به این میگن شیپینگ و هندلینگ، خرج این 30 دلار، ما هم 30 دلار دادیم آمد که کاغذ رو آوردم که نشون بدم که بگم آقای حقا تو دروغ گفتی، تقی مختار دروغ نگفت، و چون تو به من بازم دروغ گفتی، گفتی تقی مختار دروغ میگه، من رفتم ببینم تو دروغ میگی یا تقی مختار، چون تقی مختار رو من سالا میشناسم، دروغی ازش ندیدم، نشنیدم خدا وکی. بعد دیدم تو دروغ گفتی و چقدر پررو هستی که بازم دروغ میگی، چقدر پررو هستی که امروزم به جای بابا میگن در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. شما پیر شدید ولی هنوز پرهیزگار نشدید، هی میری هندوستان نماستای نماستای، خب چه فایده تو کمرت بزنه، منتظری که حالا از رو رودخونه نمیخواد بری رودخونه، باید یه تیوب ماشین کرایه کن بنداز روی رودخونه، میشین رو رودخونه، حالا اون مرتضی که رو رودخونه نمیدونم رودخونه گنگ لنگ چیه رفتن پرواز کردن به کجا رسیدن، توی آب گندی شنا میکنن. میدونید 300 میلیون نفر هندی توی خیابون دنیا میان، توی خیابون بزرگ میشن، توی خیابون میمیرن. اگه این هندوستان گودی گودی ها اینقدر پاک و منزهه،
شما چرا نتونستن خود کشور خودشونو به یه جایی برسونن؟ و شما بلند میشه از این اروپای تر و تمیز و قانونمند میری اون کشور، یه هفته دو هفته بعد میاد نماستای نماستا چی بگم؟ خب پسر عموی نازنین منم اینجاست، بهش خوش آمد میگم و اون کاری رو که قولش دادم امشب براتون انجام میدم. رو قولای ما آمریکایی‌ها خیلی حساب نکنید. وقتی میگیم دوشنبه، دوشنبه ما خسته شنبه و یه شنبه است. و ببینم که براتون چی دارم. خب بازی هلری ملری هم براتون خوندم و اما دکتر نصر اصفهانی هم گفتیم، اگر کسی مایل هست حمایت کنه یا با خودشون مستقیما تماس بگیرن. و چه شماره تلفن ساده‌ای داره؟ 818 ایریا کد اون منطقه از کالیفرنیا، 201 و 57 79. 57 سالی که ایران انقلاب شد، 79 سال میلادی که ایران انقلاب شد. خیلی شماره تلفن راحتی، 201 57 79، با خودش تماس بگیرید. این دوستانی که دستن در کار فیسبوک هستن، شما آگهی بنویسید من میخواستم براتون بنویسم، شما نمیذارید کسی بفرسته. درست کار درستی هم هست، تو قسمت مسیج براتون میفرستم که بینندگان عزیز، دوستان، یاران، کمک کنید، حمایت کنید. تا ایشون خودش اومده گفته، حالا این دوستون میگه آ شما بهش بگو، میگم آ گفتم دیگه چی بگم، میگه نه حالا به اون بگو به من زنگ بزن. بابا بنم اون کما اگه وقت این کارا رو داشت، من برم دم مترو یه ساعت وایسم به مردم بگم به من کمک کنید، میخوام به مردم کشورم یاد بدم که جنگ برای شما دموکراسی نمیاره، ولی دیپلماسی، صحبت کردن، گفتگو کردن برای شما میاره. همینجوری که این برجام بالاخره بعد از این همه جنگ، فوش خار مادر دادن به هم دیگه و این بر مرگ بر آمریکا و اون بر ایران شیطان بزرگه، این احمق جورج بوش که آمده بود میگه ایران هم مثلث شیطانه. یعنی ببین حماقت دوستم فرق نمیکنه با کت شلوار کراوات باشی یا با آخوند با عبا و عمامه باشی. اونا روی حماقت شروع کردن، گفتن آمریکا شیطان بزرگ، وایستادن تا نوبت به یه احمقی شد اینجا و مذهبی به نام جورج بوش، جورج بوش پسر. این احمق هم گفت که اینا هم مثلث شیطان هست، درست عین صدام و خمینی. اون میگه من برای خدا و اسلام میجنگم، اونم میگه من برای خدا و اسلام میجنگم. خب حالا دوستانی که به خدا باور دارید، خدا نباید بیاد مثل سوربی که 30 دلار خرج کرد رفت فهمید که این حقا دروغ میگه، زندان رفته اینجا. نباید 30 دلار خرج کنه جلو یکشون بیاد بیرون بگه آقا من با این وریم با اون وریم یا با هیچ کدومتون نیستم. پس این خدا گذاشته برای چی؟ 8 سال جنگ، 1 میلیون نفر تو ایران کشته بشن، جوانای بیگناهی با اون همه آرزو مثل برادر من، برادر شما کشته بشن، برای چی؟ به کجا رسیدید؟ بعدم هی دروغ گفتید به مردم، گفتید این نمیدونم جنگ رحمت است، بعدش گفتید حالا دیگه این تحریم ها نعمت است، ما خودکفا شدیم. کجا خودکفا شدید؟ چی ساختید؟ خجالت بکشید. شما هم مثل حقا بیان به مردم بگید اشتباه کردیم، غلط کردیم. بابا ببینید من اشتباه نکردم، اومدم میگم. حالا شما خانم فکر کن من اشتباه کردم، اشتباه کردم، عمد نگفتم، کم شد چیزی ازم، مردم، همون 220 پوندی که بودم هستم، یه پوندم ازم کم نشد، الحمدلله این روزا وزنم داره کم میشه، هر کی میبینه میگه سر بی لاغر شد. خب طنز ایرانی از انقلاب تا انقلاب بخونم براتون ببینم این چی نوشته و چجوری ما میتونیم این رو در صفحه بله Capture Select Area. ای به چشم، ای به چشم، کامرای دو. خب ببینیم این دوستمون نوشته چی نوشته. شما روز رأی آمریکا برنامه دارید؟ نه دوست عزیز، رأی آمریکا سه‌شنبه است و من رأی نمیدم. تا دیروز پریروز میخواستم اقلا برای این دوتا خانمی که توی ویرجینیا هستن یکیشون رأی بدن، دیدم این دوتا هم همون پدرسوخته های مثل ترامپ و هیلری هستن و رأی نمیدن. الان که با شما صحبت میکنم زریه تناز تنازی، این همه تنازی و ناز و ادا آدم رو میکشه یه وقت، خدای نکرده. شما
اگه بخوای بگو 8 نوامبر سوربی بشین تلویزیونای آمریکایی رو برای ما پخش کن. منم به جایی که بگم ساعت 50 دلار میگم شما چون گفتین 10 ساعت 10 تا 30 دلار ازت میگیرم، 10 تا 20 دلار ازت میگیرم، دیگه 20 دلار کمتر نمیتونم، چون والا عملایی که میان اینجا ما میریم سوارشون میکنیم میاریم نهارشون چلو کباب میدیم ساعت 15 دلار میگیرم، دیگه ما اگر 20 دلار کمتر بگیریم ببخشید دیگه بهمون خیلی بر میخوره. طنز ایرانی از انقلاب تا انقلاب، الهه خوشنام، روزنامه نگار حوزه فرهنگ و هنر، 3 آگوست 2016، 13 مرداد 1395، 110 سال مشروطیت، فریاد آزادی، آغاز تحولات اجتماعی و دگرگونی های سیاسی در ایران میگذرد. 110 سال از مشروطیت میگذرد، رخدادی که نقش مهمی در شکل گرفتن ادبیات اعتراضی به ویژه طنز داشته است که تا دهه ها بعد و نزدیک به انقلاب ایران در سال 1357 تأثیر خود را نشان داد. ده خدا، علی اکبر خان ده خدا را پدر طنز ایران می داند. طنزهای انتقادی سیاسی که با نامهای مستعار تو شیراز می گفتن دخو، تهرانی ها شنیدن میگن دخو، نمیدونم کدومش درست. گفت استاد عزیز به نظر شما گمان درسته یا گمان؟ گفت به گمانم هم گمان درسته هم گمان درسته. یکی دیگه هم اضافه کرد بهش، حالا این دخوه دخوه مهم نیست، اونی که خریده و خونده میدونه، اونی هم که مثل من نه اون موقع پول داشته نه الان وقت داره بخونه نخونده. نخود هر آش و رئیس انجمن لات و لوت ها منتشر میشد. مشهورترین طنزهای او زیر عنوان چرند و پرند در روزنامه سور اسرافیل نوشته شده است که تا 3 روزی قبل از کودتا و بمباران مجلس در سال 1320 هجری در سال هجری قمری 1326 منتشر میشد. ده خدا در یکی از چرند پرنده هایش با عنوان آفتاب لگن شش دست شام و نهار هیچی می نویسد در میان ما ملت ایران با 20 کرور جمعیت، 5 کرور و 357 هزار وزیر، امیر سلطان، شارج دافر و فلان داریم. گذشته از اینها خدا برکت بدهد 6 کرور و 452 642 نفر آیت الله، حجت الاسلام، امام جمعه، پیش نماز و و و و داریم. علاوه بر این ها باز 4 کرور شاهزاده، آقازاده، ارباب و و و و داریم. زیاده بر اینها اگر خدا بگذارد 3000 وکیل بلدیه، منشی و و داریم. همه طبقاتی که عرض شد 2 قسم بیشتر نیستند، 1 دست رؤسای ملت و 1 دست اولیای دولت، ولی هر 2 دسته 1 مقصود بیش ندارند. میگویند شما کار کنید، زحمت بکشید، آفتاب و سرما بخورید، لخت و اور بگردید، گرسنه و تشنه زندگی کنید، بدهید ما بخوریم و شما را حفظ و حراست کنید. نسیمی که از شمال وزید، میدونید که نسیم شمال اتفاقا برنامه آقای فروزنده داشت و خب بودن. من تازه بهتون گفتم یواش یواش دارم هم عقیده این آقای دکتر نصر احمدی میشم که بابا این مشروطم که انقدر بهش میبالیم اصلا قانون خوبی نبوده. دوست عزیز شما که میگی 110 سال از مشروطه گذشت، شما ببین ما چه ملت بدبختی هستی که همون طنزهایی که 100 سال پیش به اصطلاح درست بوده همونا رو شما امروز بنویسی بازم صدق میکنه در جامعه ما. یعنی ما 110 سال جای نرفتیم. من یه دفعه توی مهمونی گفتم ببینید چه ملت بدبختی هستیم. شعری رو که طرف 50 سال 40 سال خورده پیش آقای منصور تهرانی یار دبستانی منو گفته، درسته؟ هنوز که میخونن همینه، یار دبستانی من، نمیدونم من و تو بدبختیم، چوب میزنن تو سرمون، فلان بیسار. خب این نشون میده درجا زده، ملتی که درجا بزنه محکوم به مرگه، تکون نخورده، پویا نبوده، همجور ایستا، ببخشید درجا رو هم نباید استفاده کنه، ایستا همجوری وایستاده
ما شیرازی هم مسخرش میکنه، میگه حالا یارم بیاد دلارم بیاد. نرفته دنبال یارش، نرفته دنبال دلارش، نرفته دنبال یه حکومت جدیدی. آقا این چیه این پادشاهی؟ اگر یه بچه عقب افتاده به دلیل اینکه این آقا با این خانمه یه شب عشق بازی کرده، این بچه دنیا اومده، این پادشاه ما هست. نمیدونم احمد علی شاه بوده، کی بوده، 10 سال 12 سالش بوده پادشاه. بازم صد رحمت به اون، حداقل از این رضا پهلوی همتش بیشتر بود، رفت آقا من نمیخوام، من میرم اینجا لبو فروشی میکنم ولی ایران بر نمیگردم. بازم صد رحمت به اون. اون واقعا تکلیف مردم معلوم کرد که بعد رضا شاه بوده، گفت خب این نمیاد من میشم شاه. حالا یا کودتا کرده یا هرچی، تاریخ منم میدونید که چه جوریه. به قول آقای نصر احمدی، ببین امروز چند بار اسمشو درست گفتم، نمیخواد شکایت کنی، به خود من میگفتی سوربی اشتباه کردی، منم میگفتم معذرت. حالا شما چغلی کردی چیکار میکنن اینا؟ میگم میاد کت منو میبنده، یادتونه این کت شیراز به بال به چیز کت و بال هم بسته شد، میگن کت، نه نه کت و نیم کت مدرسه. این کفتروازا بیچاره این کبوترا رو بالشون رو میبستن، یا اونایی که مرغاشون بعض وقتا میپرید از روی دیوار میرن خونه اونوری، بال مرغ رو میبست یا حتی میچی. حالا شما اینو گفتی، این دوستان فیسبوکی که افراد با محبتی هستن که این کار انجام میدن، شما از افراد با محبت خواستید که بیان چیکار کنن؟ منو تنبیه کنن؟ آخه من نمیدونم این جامعه ایرانی ما کجا میخواد برسه. به جایی که به من زنگ میزدی، شما سه بار مسیج گذاشتید برای من که آقای دکتر نصر احمدی داره میاد، ما گفتیم بله داره میاد، براتون تکست فرستادیم، براتون رو فیسبوکتون فرستادیم. ولی همچین که ما به جای نصر احمدی گفتیم نصر اصفهانی، ایداد ایداد بیداد، دنیا آخر شد، آرماگدی شد. الان دیگه این ملت، این ملت که هفته آبان میره، آقای حخورا هم کوچلوارش رو که این کوچلوار رو نمیپوشه، همیشه توی پلاستیک گرفته دستش، از این مهمونی به اون مهمونی میره، اونجا یه چلو کبابی میخوره و یه چیزی خوراکی میخوره و شیرینی میخوره، تموم شد. این جنبش ایرانیانه. یکی از اینا رفت ببینه اون جوانایی که اون روز اومدن دم دانشگاه گرفتنشون زدنشون چه به سرشون اومد. روزی که شما گفتودی من میام ایران، اون رضا فاضلی نادان گفت نه آقا نرو خطرناکه. خب مردی که معلوم خطرناکه، شما فکر کنید کسی به خمینی نگفته اون نرو آقا خطرناکه؟ ولی اون آمد، انقلاب شد. شما نرفتید، انقلابی نشد. و اما انقلاب جدید، آموزش قرآن بدون درد و خونریزی. خب میدونید که الان چند روزی هست که توی ایران این ماجرای این آقای قاری قرآن به اصطلاح خیلی سر صدا به پا کرده روی کمرای دو و بعد اینجا. خب ایرانی هم خوش‌ذوقن، حقشونه کاریکاتور بسازن، کارتون بسازن و اینجا عکسشو چیز کردن گذاشتن اینجا. و خود این مردم گویا با وایس آف امریکا مصاحبه کرده بود، گفته بود من الان انقدر زندگیم بد شده که نمیتونم بیام توی خیابون اینها. بعد میگن از اتاق فرمان اشاره میکنن که جناب سعید طوسی معلم قرآن مجتبی خامنه‌ای هم بوده. حالا یا راست یا دروغ، خامنه‌ای مجتبی گویا چند سال پیش توی برنامه گفته بوده یا یه جایی نوشته بوده، اینجا تاریخ هم زدن 20 تیر 1390 روزنامه کیهان، یکی گفته که مجتبی خامنه‌ای یکی از دوران خوب یادگیری ایشان حضور خاطره انگیز، خاطره هم داره، در کلاس تدریس استاد طوسی بوده، در کلاس های خصوصی ایشان فیض زیادی می برده. حالا وازلین ساختن بفرمایید مخصوص آموزش قرآن مجید بدون درد. و اینجا هم دوباره همون عکس ها هست، ممنونم. و همیشه گفتن یک عکس گویاتر از 1000 کلمه است. شما هم میتونید، ما یه دوستی داشتیم کارتونیست بود، خیلی هنرمند خوبی بودن، نمیدونم چی شد، مهدی اسمش بود، با دوستاشون قرارشون برنامه بذارن ولی اینا پشتکار ندارن. اینا مثلا اگه دوست دخترشون عوض شد، اینا دیگه افسرده میشن میرن دنبال کارشون.
آهن آب دیده نیستن که آقا هر مشکلی پیش میاد شما باید کار خودت انجام بدی. اگه قول دادی به مردم هفته یه بار میام برنامه میذارم، برنامه بذار. بله مسافرت، مرگ میره، جشن عروسی میری، ولی بالاخره باید به قولت عمل کنی. ترفندها و حقایق ساده‌ای که همیشه به کارتان میخوره. ممنونم. این چیزای خوبم توی اینترنت الان دیگه پره، یعنی اینترنت هی نگین بده بده، واقعا چیزای خوبم داره و کمم نیست. بذارید من اینو اینجوریش کنم، تنظیمش کنم. خب ببینید اینا رو من نباید اینجا این کار بکنم. یه آقای یه خانمی نشسته باشه اونجا این کار رو انجام بده، قشنگ و مثل تلویزیون های درست حسابی شما میبینید که میپره میره اونجا و میاد قشنگ اینجوری هی سفید و چیز نمیشه. ترفندها و حقیقت حقایق ساده‌ای که همیشه به کارتان میآید. میگه هنگام سفر بیشتر کشور خود را خواهید شناخت تا کشوری را که با آن سفر کرده اید. کاملا درست میگه، چون شما داری اونجا مقایسه میکنی. نوشته توتون تنباکوی قلیان حاوی میکروب و قارچ است که موجب ایجاد عفونت‌های حاد و مزمن در دستگاه تنفسی میشود. من یه بارم گفتم دوستانی که میگن قلیون خوبه چون آبش از روی چون دودش از روی آب میاد و اینها، یه مقاله خوندم که گفته بود خیلی هم بده به این دلیل که این آتش روی سر این هست و شما زغال رو یعنی گاز کربونیک رو دارید استنشاق میکنید. اگر دستگاه برقی دارید که از آن استفاده نمی کنید، آن را از برق بکشید. دستگاه‌های خاموش 11% از کل برق مصرفی خانه را شامل می‌شوند. من فکر نمی‌کنم 11%، ولی می‌دونم که ببینید دوستان، شما این چارجر مال آیفونه، شما اینو وقتی می‌زنید تو برق چه اتفاقی می‌افته؟ این 110 رو می‌گیره، اینجا برای شما فکر کنم 12 هست USB، 12 ولت آماده می‌کنه. حالا قدیما یه ترانسفورم میگفتیم ترانسفورمر، اینجا فکر کنم میگنش کانورتر، نه؟ در صورت یه ترانسفورمری بود، دو تا سیمپیچی بود. اگر اینا رو از طلا و از آلومینیوم و از سیل نقره درست کنن خیلی کم مصرفه، ولی چون از مس درست میکنن اینا تلفات داره. دلیلی که اینا گرم میشه این همون انرژی که مصرف میکنه. و شما درسته میگی خب من این ورشو که نزدم توی این ور بازه، ولی اون ور بسته و اون سیمپیچو الان دیگه همه مدار الکترونیکی هست، اونا دارن کار میکنن و آماده هستن. بهترین کار اینه یه دستگاهی رو که نمیخواین درش بیارید بذارید اینجا استفاده نکنید. ولی این روزا شما اگر کامپیوترتو تلویزیونتو در بیاری وقتی میری سه روز مسافرت میاری، بعد باید بشینی یه ساعت تنظیمش کنی، مگر اینکه یه باتری داخلش داشته باشه که اون تنظیمات رو نگه داره. برگردیم باز به این عکسای خوب و آقای سفر عزیزم اینجاست، خیلی خوشحالم. این سفر دوستان اینقدر کار میکنه واقعا. روز شنبه ایشون رو دیدم و هر چی بهش میگم آقا شما برو، من خودم اوبر میگیرم میرم خونه، میگه نه آقا ما لورا کسی رو ول نمیکنیم تو خیابون، باید برسونم خونه. زحمت کشید ما رو رسوند خونه. بنده خدا شبم باید میرفت شیفت کار میکرد. اینایی که شیفت کار میکنن واقعا خیلی بدنشون باید قوی باشه، اگه قوی نباشه سیستم زندگیت میریزه به هم، دیگه نمیفهمی شب کیه روز کیه. من بهتون گفتم سالها پیش کار میکردم بین یک معدن سنگ و فرودگاه ریگان و باور کنید بعضی وقتها دیگه نمیدونستم دارم میرم به اون یا دارم میرم به فرودگاه. یادم میرفت، خب خستگی بود دیگه، بدن آدم اینجوری درست شده که آقا شب بخواب، هوا تاریک که میشه بخواب، زمستون شب بلند میشه بیشتر بخواب. مصرف هویج و عدس در بهبود آستیگماتیزم مؤثر است. آستیگما یادتونه میگن چشماتون آستیگما، فکر کنم به ایرانی میشه وقتی که چشمتون نمیتونه تطبیق بده، این میگن آستیگما، یعنی از الیمنت در رفته. در صورت هویج و عدس، تو دیگه از صبح نرید مثل خرگوش همجور هویج بگیرید دستتون ها. اینجا نوشته که روی قابلمه آب در حال جوش یک کفگیر بزرگ چوبی قرار دهید تا آشپزخانه بخار نکنه. من اول که دیدم فکر کردم اینو میذاری تا کف نکنه،
ولی گویا اینه که میذارید چون چوبی هست، چوب عاشق بخار و عاشق آبه. حتی اونایی که کارهای آهنگری و نجاری و اینا میکردن، شب تا شب وظیفه شاگرد این بود که یه قوطی یا یه پیت آب پر میکردن، این چکش و پتک و اینها رو وارونه، یعنی سرش که سنگین بود، میذاشتن توی این. دلیلش چی بود؟ این چوب چون آب میخورد پف میکرد، ورم میکرد و فردا صبح خوش نبود که ضربه که میزنن هم دست درد بگیره طرف، هم اون سر آهنیش در بره، یعنی پتک و اینها در بره. الان اینجا که ماشاءالله همه چی پلاستیک و تنظیم داره، پیچ و موره داره و خیلی ردیف و خوبه. به جای استفاده از اسکرین سیور کامپیوتر، از اسکرین سیور کامپیوتر خود را به حالت اسلیپ ببرید. اسکرین سیور ها مصرف انرژی بالایی دارند. شما اگه بیای اینجا، من سالهاست که حتی اون رنگ های معمولی را هم استفاده نمی کنم توی کامپیوتر. حالا دیگه آکواریوم رو نمیدونم، عکس دروازه قرآن و عکس شمیرون و اینا بمانم، اونا بک‌گراند بهش میدن. ولی اسکرین سیور اوناییه که موومنت هم داره. وقتی موومنت داره، بالاخره مثل ویدیو هست، میگه مصرف زیادی داره و استفاده نکنید. به جاش چه کار کنید؟ بذارید کامپیوترتون بره توی اسلیپ. اگر کامپیوتر شما هم مثل ما لازم 24 ساعت کار کنه، میتونید مانیتورتون رو تنظیم کنید که مانیتورتون بعد از 10 دقیقه، 30 دقیقه، بعد از 1 ساعت بره توی حالت اسلیپ. نمیگن اینجا بهش میگن هایپرنیشن. مثل خرس هست که زمستون میخوابه، حقیقتا خواب 6 ماهه که نیست، که این بدنش رو میبره توی یک درجه حرارت یه جوری که سوخت و ساز بدنش نمیدونم کم بشه، احتیاج به خوراک نداشته باشه، حالا نمیدونم. میشه بهش بگیم خواب زمستانی، بذارینش توی خواب، اینم بالاخره اسلیپ دیگه، درست میشه. اگر لپتاپ شما داغ میکند، به کمک دو عدد خودکار آن را از سطح زمین فاصله دهید. اینم کار درستیه. دلیلش هم اینه که بیشتر این پنکه های لپتاپ زیرش هست و خیلی از ماها چون اسمش لپتاپه، میاریم میذاریم روی لپمون، روی زانومون، میشینیم تلویزیون نگاه میکنیم یا روی رخت خواب میذاریم، زیرش رو با اون ملاف و با دوشک با لاف میپوشونیم، این گرم میشه. تا حالا چندین کیس آتش سوزی داشته. حالا اگه خودکارم نمیخواید بزنید زیرش، یه چیزایی هست میخرید، یه طرفش مثل یه بالشه که روی پاتون میذارید، یه طرفش مثل یه مقوا یا یه پلاستیکی هست. بعضی هم اصلا فن میخرن میذارن زیرش. در اصل اینا خوبه. بعضی ها میگن آقا اینا رو که ما میدونستیم. ببخشید، معذرت میخوام، من برای شما اینو نشون ندادم، برای اون یه نفری که بعد از برنامه برای من گفت آقا خوب شد اینو گفتی، من برای اون نشون دادم. شما که میدونی برو یک کلاس بالاتر. هنگام خرید از سوپرمارکت کیسه پلاستیکی نگیرید و از کیف پارچه‌ای یا زنبیل استفاده کنید. یعنی برگشتیم دوباره دوران کی؟ مادرام یه زنبیل پلاستیکی می‌خریدن 2 تومن، چند سال اینو می‌بردن می‌آوردن فروشگاه، تا آخر یا دستش پاره می‌شد یا اون چارخونه‌هاش سوراخ می‌شد، می‌انداختن دور یکی دیگه. ولی من و شما چیکار می‌کنیم؟ میریم فروشگاه 30 تا کیسه پلاستیک می‌گیریم، همه رو وقتی آوردیم اینجا می‌پیچونیم می‌ندازیم تو آشغال. میگه اینها یک کیسه پلاستیکی یا یک کیسه فریزر 500 سال زمان برای تجزیه نیاز دارد. حالا اینو اینجا میگن، اینجا میگن 400 سال. ولی حالا ببینید دوستان، اینایی که این همه شیمیست هستن، تو کار شیمی کیمیاگر میگفتن تو ایران، وارد هستن، چرا نتونستن یه چیز درست کنن که این پلاستیکو توی 2 دقیقه حلش کنه و از بین ببره؟ در اصل نمیدونم، یه روز میگن این، فردا میگن نه اشتباه کردیم. اکثر مواقع آدم ها عوض نمیشون، فقط شما نمیدانستید که واقعا چه آدمی بودند و هستند. یعنی آدم همونه، تو میگه آقا این عوض شده، این عوض نشده، شما اون موقع نمیشناختیش. به خاطر داشته باشید هیچ رابطه ای اتلاف وقت نیست. اگر آنچه که میخواستید را در آن پیدا نکردید، یاد گرفتید که چه چیز، یاد گرفتید چه چیزی را نمیخواهید. یعنی قلب اون همونه، باز مثل بالایی. برای
پوشاندن آسیب دیدگی و جای خط و خش روی وسایل چوبی به آنها مغز گردو بمالید. چرا؟ مغز گردو چربه. شما اگه حتی روغن زیتون هم یکم بمالی درست میشه، ولی مغز گردو احتمالاً یه رنگ هم میده دیگه. نمیدونم، برای پوشاندن آسیب دیدگی و جای خط و خش روی وسایل چوبی به آنها مغز گردو بمالید. برای صرف جویی در مصرف مایع ظرفشویی درون ظرف آن آب بریزید و آن را رقیق کنید. قربانت گردن، این مال کشورایی که اونجا غلیظ میفوشن. اگر تو کشوری باشی که خودشون رقیق میفوشن، تازه باید دوتا یکیش کنی بذاری بجوشه غلیظ بشه. کثیفی کیف های چرمی خود را با کرم صورت پاک کنید. خیلی هم خوب. حالا چجوری این کرم صورت رو وقتی میماری رو صورت، شب بهت میگن برو با صابون بشو تمیزش کن. این هم از این. و میوه های قرمز رنگ را قبل از شستن حتما چند ساعت در یخچال قرار دهید تا مدت زمان بیشتری سالم بمانند. خب اینم جالب. معمولا خانم ها با کسی جر و بحث می کنند که برایشان اهمیت دارد. نبود جر و بحث همیشه نشانه خوبی نیست. من یه دوستی داشتم سالها پیش، الان دیگه باهاشون رفت آمد نداریم، از بس که همین مزخرف های اینجوری میگفت. میگو ما آقا من با خانمم اصلا جر و بحث ندارم. من بهش گفتم خب یه چیزی رانگه تو شما، و الا آدم ها انسان ها زن و شوهر اصلا جر و بحث کردن سر هر چیزی. نمیدونم این در رو گفتم حالا ببند، در گاراژ باز گذاشتی پشه اومد تو، در اونوری رو باز گذاشتی، نمیدونم باد زد کاغذام ریخت، این چیزا شروع شد. برای شستن یادتون باشه همون آقایی که اینو میگفت توی جمع آقایون، بعد یه روز خانمش گفت واه این اگه حرف بهش بزنیم فوری تمام بشقابای آشپزخونه رو میشکنه. من گفتم بابا بی خود نیست، این میگه جر و بحث نمیکنم. انسان ها جر و بحث میکنن، ایشون چون فرشته هست بشقاب میشکنه. برای شستن ظروفی که غذای آنها کپک زده هستند از اسکاچ جداگانه استفاده کنید. دوستان این بهتون گفتم تو ایران هر چی که میاد، مثلا کلمن رو میگفتیم، کلمن حقیقتا یخدون بود، کلمن برندش بود یا اسم کارخونش بود، آبگرم کن بود بهش میگفتن دئوتر. این اسکاچ یک کارخونه یه به نام اسکاچ برایت، حتی چسب هم میسازه، چسب اسکاچ گلو. این تو ایران که اومد، این ابرها یا اسفنج های ظرفشویی و اینا به همون نام اسکاچ مونده و بلم نیست. بالاخره حالا اینو دیگه یاد گرفتیم، وقتی من بگم اسکاچ شما بفهمی منظورم ویسکی اسکاچ نیست و ظرفشویی اینه. دلیلی هم که میگه قارچ، میدونید قارچ ها خیلی زود کشت و نمو و به اصطلاح رشد میکنن، و میگه شما هم موقع که اینو میشوری میره داخل این، بعد توی این کپک میزنه. اینم درست. و اما هیچگاه فصل اول زندگیتان را با فصل بیستم زندگی کسی مقایسه نکنید. یه دوستی دارم میگه که آقا ما ایرانی ها وقتی میایم اینجا نگاه میکنیم، مثلا میبینیم همسایه‌مون ایتالیاییه، بهش میگیم تو کی اومدی؟ میگه من پدر بزرگم اومده اینجا. بعد میگیم نگاه کن این احمق، پدر بزرگش اومده اینجا، پدرش هم اینجا بوده، هنوز تو آپارتمان اجاره‌ای زندگی میکنه، ولی من دو سال دیگه حتما با خونه خودم بخرم. خونه خودمون میخریم، خونه خالی قسط میدیم، بعدم مایک میاد از اون میبره، چون رفتیم یه سنگی بزرگتر از نیرومون برداشتیم. چه کار کردیم؟ آمدیم فصل اول زندگیمون رو با فصل بیستم دیگران مقایسه کردیم. تازه هنوزم ما مثل آدم نمیگیم بابا اینم که 20 سال 20 فصل ازش گذشته هنوز تو آپارتمان زندگی میکنه، میخوایم از اونم بزنیم جلو. در حقیقت یه دوستی داشتم میگفت که ما ایرانی ها از نسل سوم چهارم کشورهای دیگه جلو میفتیم، بعدش مثل اسبی که تند رفته به نفس نفس میفتیم، آب از چک و چیلمون را میفته، زانو درد، کمر درد. چرا؟ اون موقعی که این آقا شنبه یه شنبه ها میرفته ورزش میکرده، میرفته با دوستاش مشروب میخورده، حالا مشروب نگیم، میرفته خوش میگذرونده، ما شب و روز کار میکردیم و چون از یک کشور عقب افتاده اومده بودیم اینجا خوشحال پول جمع میکردیم. حالا که همه چی داریم میبینیم سلامتی نداریم، دستم اینجاش درد میکنه، پام اونجاش درد میکنه، مو ندارم، نمیدونم هیچ.
لازم نیست کسی اشتباه بگوید تا ثابت شود شما درست میگویی. خب دیگه اینا دیگه خیلی هم شارژ عمر باتری موبایل در گرما کوتاه‌تر میشود، در خنک‌ترین فضای ممکن آنها را قرار دهید. حتی باتری معمولی هم که میخریم ما توی یخچال نگه میداریم، فیلم و اینها را هم قدیما میگفتن توی یخچال نگه دارید. اگر باتری خودروی شما، این کلمه خودرو غلط نیست دوستان، ماشین که خودش نمیره چرا بهش میگی خودرو؟ والا خرولا خودروترن، اونا زودتر میرن. خب اما این ماشین بوده، اتومبیل بوده، یک کلمه جدیده بگید ماشین، اتومبیل. اگر باتری ماشین شما شوره زده پس از اینکه با آب جوش آن را شستید، یک حب قند روی سر باتری بگذارید. اینجا یه اسپری های مخصوصی هست یا یه روغنی میذارن درست میشه. اگر میخواهید برنج سفید و زیباتر برای مهمانتان درست کنید، هنگام جوشیدن آن چند قاشق غذاخوری ماست بریزید. این رو من تجربه کردم، من اصلا آشپز نیستم ولی وقتی ماست میریزی عجب تعدیگی میشه دوستان. زعفران هم که بریزی دیگه هیچی. هیچگاه به کسی نگویید اشتباه میکند مگر آنکه برایش توضیح دهید چرا، و یا یک راه حل جایگزین جلوی پایش بگذارید. شاید من راه حلش ندونم ولی بدونم که این داره اشتباه میکنه. اوکی. و اما رقصیدن تا 76% از زوال عقل، این بهش میگن دمنشیا، یه جوری مثل آلزایمره، جلوگیری میکنه. پس برقصید، گاهی فاصله بگیرید، دید کاملتری پیدا خواهید کرد. از دوستانتونم گاهی فاصله بگیرید بد نیست، میشه دوری و دوستی. هنگامی که میدوید اگر به یک موضوع خاص فکر کنید مسافت بیشتری را طی خواهید کرد. پمپ باد فندکی همراه ماشین اصل. بله این هم تبلیغ‌های ایرانیه. خب دوستان، گفت به شوخی و خنده 90 دقیقه گذشت و ما هنوز نرسیدیم به ایمیل دوستانمون که از هند و کانادا فرستادن. بله، گفتم با آقای منصور اوساندو که کارگر و نماینده اتوبوس راننده اتوبوس واحد بود و دیگه عکساش و زندان و دردسریاش و برادرش تو زندان مرد و اینها رو منم دو سه بار باشون مصاحبه کردم و دیدم بالاخره ایشون هم مثل دیگران اون شور و هیجانی که داشت از بین رفت و فیستش در اومده، مثل آدمی که پنچر شده زده کنار، مثل ما زده کنار، حالا از تو دوربین میشه و مردم صحبت میکنه. برنامه جدید همراه با مزدبگیران ایران در پی کمک به سازماندهی کنونی جنبش های مزدبگیران ایران است. سوال اصلی، آیا اعضای سندیکا میتوانند جلوی دستگیری رهبران و فعالانشان را بگیرند؟ اگر میشود چگونه؟ داوطلبانه خود را یک داوطلبانه خود را معرفی نکنند و با پای خود به بیدادگاه و زندان نروند. اگر آمدند سراغشان چی؟ باریکلا آقای عالی پیام عکس میگیره با زندان اوین، داره میره زندان. اصلا اپوزیسیون ما زندان رفتن براش اعتبار شده، توی رزومیش توی سابقه کارش بنویسه من سه بار زندان بودم، بیشتر فکر میکنه باید بهش آقا این آقای چی من به بنده خدا امیر انتظام میگم. خب آقا شما 35 سال رفتی زندان، چه کار کردی؟ ظلم کردی به خودت، به زنت، به بچه هات، چه کار کردی برای من ایرانی؟ برای من شما هیچ کار نکردی. یه آهنگ اون روز یه نفر فرستاده بود، یه آقای به نام شاهرخ یا شهرام خونده بود، شرم بر ما. گفت شرم بر ما؟ گفتم چون وقتی برای ما میفرسی یعنی بر ما. گفتم شرم بر خودت، شرم بر پدرت، شرم بر مادرت، شرم بر شاه، شرم بر شیخ. من چه کار کردم به عنوان یه شهروند که شرم داشته باشم؟ شماها باید از خودتون شرم داشته باشید. اگر دزدی کردید، اگر مملکت رو به این روز انداختید، اگر هنوز هم دارید دزدی میکنید، ما چرا شرم کنیم؟ اون وقت مردی که احمق، این همه آهنگ شعر خوب شما نشستی شهر و مثل خانم محسنی نمیدونم بچه نازی آباد نمیدونم آقای ولیعت خوش آمد، خانم شما رو پای
هویدا نشستید، کیف کردید، تریاک کشیدید، عرق خوردید، شما خواهر من چه کار دارم؟ به من چه که این نهم آبان تو مولوی دنیا اومده یا اونور دنیا دنیا اومده؟ این هم صد تا بچه دیگه که تو خونهشون دنیا میومدن. خجالت بکشید، قرن 21 شده، اینا رو برای همدیگه نفرسی، به من بهانه ندی، بهانه دست من ندید که یقتونو بگیرم. آقای اوسانلو براش نوشتم، آقای اوسانلو دیدی من درست فکر کردم؟ شما هم پنچر شدی، شما هم میگه آقا چرا حالا بریم این برو بر. میشینیم تو خونه زور زادو برنامه میزه و چقدر خوب شد فلان تلویزیون یه ساعتم به این برنامه ده. چی شد؟ پس آخونده زرنگ بود که شما رو با سلام و صلوات فرستاد خارج، دید آقا تو ایران شما کار میکنی، اتحادیه، سندیکا، اعتراض، قشنگ کارگردانی که هم میدونیم کارگردان ها اینجوری میکنن که اینو کجا بذاریم. آقای فواد پاشایی گفت چی؟ گفت آقا مثلا پهلوی نمیگه کیو کجا بذاره. گفتم آقای فواد پاشایی باید بیاد به آقای رضا پهلوی نشون بده که کیو کجا بذاره. حالا آقا کیو کجا بذاره چیه؟ نمیدونه کیو چه کسی رو در چه شغلی قرار بده. حالا آقای فواد پاشایی که همیشه انگار دو تا تیله یا گلوله تو دهنشه، این سخنگوی حزب مشروطخواهان ایران است. چی بگم؟ از کجا بگم؟ از آخونده بگم؟ دوستان میگن آقا چرا از آخونده نمیگی؟ این همه تلویزیون ها از آخونده بد گفتن و میگن، تو یه بدبخت، من بیچاره به کجا رسیدی؟ به کجا رسیدی؟ بذار از خودمون بگی. هر کی میره ایران و میاد همه تعریفا رو میکنه، بعد آخرش میگه آقا خودمون بدیم. ولی آخونده که تو خیابون جلو من نمیپیچه، اون پدر سوخته با ماشین اینم داره مخصوصش میاد میره. اونی که جلو من میپیچه آقا همسایه خود منه که میخواد بره تو این کوچه، ولی میخواد زودتر از من بره، از غیر قانونی میره رو شولدر، بعد میاد میپیچه جلو من که زودتر برسه. خب پدر سوخته تو که پشت سر منی، یواش مثل انسان رانندگی کن بیا برسیم اینجا. فردا من پشت سر تو هستم، من مثل انسان رانی میکنم، آشغالتو نریز جلو خونه من، منم آشغالمو نمیریزم جلو خونه تو. اگه اومدم دیدم آشغال کیسه پلاستیک باد برداشته آورده اینجا، ور میدارم میدادم تو سر، کوچه‌مون تمیز میشه، شهرمون تمیز میشه. و الا حالا من میشینم فوش بدم آقا فلان فلان نمیدونم ننه مشتبه خامنه ای و آقای خامنه ای پدر سوخته حواست باشه. خب چی شد؟ اینا نشستن نگاه من میکنن، اینقدر آقای سکویی، اینقدر آقای فاضلی، اینقدر آقای نمیدونم فولادوند به اینا فوش داد، چی شدن؟ اونا گردن کلفتر، اینا همشون یا مردن یا زیر خاکن. اونی هم که زیر خاک نیست، حقیقتا روی خاک نیست، تو حواس نشه است. آقای سعید سکویی الان کجاست؟ این هم اینقدر شور میزد حتما غر شده دیگه. خب بریم سراغ شرکت سایپای قم. اعلام کرد، اون دانشجوه بهتون نشون دادم، گفت آقا وزیر نمیدونم صنعت و فلان تو غلط میکنی که به ما میگی ماشین داخلی بخرید، اگه نخرید خائنید. خائن تو هستی، پدر سوخته، خائن جد آبادته. حالا اینجا نوشته، بذارید بهتون نشون بدم، جالب اینا رو ببینید که اگر من یه وقتی اشتباهی میخونم شما بفهمید که من اشتباهی نخوندم، اشتباهی فرستاده بودم. بله بیایم اینجا. دوستانی که این ویدیوها رو بعداً روی یوتیوب میبینید، برای دوستانتون ارسال کنید، نذارید ما بیان بگیم خب غیرت ندارید. شرکت سایپای قم اعلام کرد به زودی خودرو هوشمند اسلامی میسازد. این خودرو هنگام باز کردن در بسم الله میگوید، موقع حرکت صلوات میفرستد، در سرعت بیش از 80 کیلومتر آیت الکرسی میخواند، در صورت بروز حادثه برای شما فاتحه میخواند و در صورت سوار کردن زن نامحرم به صورت خودکار و آنلاین صیغه محرمیت جاری میکند. خب ببینیم این میهن آباد چی میگه. میگه جناب سوربی، نمیدونم چقدر آقای سعیدی توانست درباره ماتریالیست توضیح دهد. ماتریالیست در مقابل ایدئالیست به معنای ماده‌گرایی و این هم توضیح آن. ایشون هم همین چیزها رو گفت، ولی بهتون بگم، یکی آقای سعیدی، یکی این دوستمون آقای دکتر نصر احمدی که میاد، اگر من با
به عنوان کسی که سالها دارم این کار انجام میدم و هنوزم دارم یاد میگیرم، یک کسی از من سوال کنه، میگم ببین دوست عزیز، شما اگه میای میخوای درباره این کتاب 50 تا جلسه داشته باشی، باید ببینی این چند صفحه است. مثلا اجازه بده من که به یونانی نوشته 101 صفحه است. 50 جلسه اگه میخوام برنامه داشته باشم، من باید روزی 3 صفحه از این برای شما توضیح بدم که بعد آخرش روز 3 صفحه اگه توضیح بدم روز 33 تموم میشه. بعد از 33 تا 50 17 روز یا 16 روز باقی مونده چیکار میکنیم؟ با شما درباره چیزایی که من گفتم صحبت کنیم. ماشاءالله آقای نصر احمدی وقتی میاد این تیری که از کمان رها شده با سرعت میره، مگه ما جرأت داریم بگیریم این تیر رو؟ و این تیری که با این سرعت میره، این تیر دانش و اینها تجربه، به هر جا هم بخوره سوراخ میکنه، به مغز که میخوره سوراخ میکنه. یه ربع ساعت آدم همینجوری مثل مریضایی که داره ازشون خون میره، زخمی ها اینجوری میکنه. یه کمی آهسته تر، تازه به خود من ایراد میگیرم، میگن آقا شما خیلی تند صحبت میکنی. میگم خب ما رو مقایسه میکنی با این آقای فاضلی و اینها. من یه دفعه برای فاضلی گفتم آقا شما پول تلویزیون رو اگه ماهی 30,000 دلار میگیرن، باید زنگ بزنی بهشون بگی شما 10,000 دلار. خیلی خوشحال شد و فکر کرد که من جدی میگم. گفت چطوری؟ گفتم آخه شما وقتی حرف میزنی، یه جمله که میگی یه 5 دقیقه همینجوری هی نگاه مردم میکنی، حالا فکر میکنی که جمله فیلسوفانه گفتی 5 دقیقه وقت داره که اینها رو تجزیه و تحلیلش کنن. خب آقا نیم ساعت برنامه داری، نیم ساعت جون بکن حرفتو بزن، چرا هی چی میکنی؟ بعد یکم از دست ما دلخور شد. بشه، مگه من برام مهم نیست؟ من شاه و بچه‌ش رو نمیدونم، خدا و پیر پیغمبر برام مهم نیستن، آقای رضا فاضلی مهمه. پشت پرده حضور مهدی هاشمی در بیمارستان افتتاح نشده چیست؟ مگه مهدی هاشمی زندان نیست؟ ای داد بیداد ببینیم چیه. نوشته حدود 1 سال و 50 روز است که زندان اوین میزبان مهدی هاشمی است. وی در این مدت به بهانه‌های مختلف از جمله امورات پزشکی بارها به مرخصی رفته است. آها، حالا یادتونه بهتون گفتم وقتی من با آقای باطبی صحبت کردم، بعد اومدم گفتم بابا زندان ایران اولین زندانیه توی دنیا که ما می‌بینیم مرخصی میرن، میرن بیرون امتحان دانشگاه میدن، میرن بیرون جراحی میکنن، میرن بیرون دندوناشون رو درست میکنن. و من اولین بار بود سال 2003 آقای حسیبی گفت که آقای سربی این شماره تلفن آقای باطبی و شما باهاش تماس بگیر، یه مصاحبه داشته باش. تو شور و هیجانای نمیدونم زی پیرنشو برد بالای سرش و اینها، ما بدبختان که هر روز یه چیز داریم، ما هم تماس گرفتیم. بعد آقای باطبی گفت آقای سربی من اومدم بیرون که برم امتحان بدم، اگر با شما ها مصاحبه کنم با چیزای خارج، ممکنه نمیدونم دانشنامم و پروفسوریم و دکترام و اینا رو نگیرم. گفتیم آقا برو برو، اصلا ما کاری نداریم. اینا هم دیدید که آدمای پدرسوخته‌ای هستن. همین آقای هالو مثلا وایس آف امریکا مصاحبه میکنه، چون اونا میشینن به به چهچه میگن. شما اگر تونستید آقای فلاحتی که اینقدر هم از دوره شاه ایران گرفته، هم از آدمایی که اینجا هستن، اگه تونستید وقتی یه نفر از ایران میاد مصاحبه میکنه یه ایراد ازش بگیره؟ نمیگیره. چرا؟ چون اینا نون میخورن از این را. مهدی فلاحتی. بله، پشت پرده حضور مهدی هاشمی در بیمارستان افتتاح شده چیز، میگه که به دلایل مختلف به مرخصی رفته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، خرداد ماه سال 94 و پس از 991 روز رسیدگی به پرونده بین المللی و قطور مهدی هاشمی رفسنجانی، وی نهایتاً به طور قطعی و با عناوین اتهامی اختلاس، ارتشا، جعل و مسائل امنیتی به 25 سال حبس قطعی محکوم شد که برابر قوانین 10 سال آن را متحمل خواهد شد. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درباره حکومت مهدی هاشمی گفته بود حکم قطعی
من نمیدونم میخوان این خبره رو بگن، برمیدارن اول یه سری میبرن تاریخ رو میگن. بابا اونا رو یا ما میدونیم این شخص رو میشناسیم، یا اگر نمیشناسیم پایینش بنویسید. در هر صورت مهمان زندان اوین در بیمارستانی حضور یافته که فاقد هر گونه تجهیزات پزشکی است و حتی بخش‌های تخصصی آن نیز به مرحله بهره‌برداری نرسیده. حالا من از شما یه سوالی می‌کنم، یعنی شما واقعا اینقدر ساده اندیشی، اینجا چی میگن نعیف، که فکر میکردید این زندانی که میره با زندان دیگران یکیه؟ خب معلوم یه پس و پیشی، یه ویلایی، یه جایی راش میدن میگن بیا برو، برو اونجا خوش باش. حالا بعد برگردید وجدانن خودتون بگید اگر این شاه مملکت بوده دیگه، رئیس جمهور بوده، دستیار آقای چیز بوده، باباش خودش همه کاره بوده، آیا تو اون 57 سال هیچ وقت فامیل اینا رو دیدید زندان باشن؟ یا به یه جوری میدونید حتی یکشون مسئول قتل بوده، نمیدونم برادرش حمید رضا بوده، کی بوده، میکشتن، میزدن، تجاوز میکردن، مردم خفه میکردن، اینا هم همین کارو میکنن. چرا؟ برای که ما ملت نداریم یه آدمی رو مثل آقای اوسانلو، حالا که وایستادی، حالا که زندانی کشیدی، حالا که 4 نفر میشناسنت، مرد حسابی وایستا برنامه بده به مردم. آقای حالو، حالا که دیگه میشناسنت مردم، وایستا بهشون بگو آقا میان پاسارگاد، منم کتک میخورم که حقمه، بعدش برنامه اون اینه. بله هر روز بلنشین از این سوراخ به اون سوراخ، هر جا آشه آقای حالو فراشه، که چی آخه؟ این همه شعر گفتید مردم به به چه چه کردن، چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ چه قدمی پیش رفت کردید؟ هیچ. بفهم. خب پزشک تبریزی به قتل اعضای خانوادهش اعتراف کرد. یادتون ما یه عکس آقای جوانی نشون دادیم، گفتیم این پزشک ماه محرمی یه جایی مثل که نظری بوده، رفته نظری گرفته، حالا چه پزشکی بیکاری بوده، 5 نفر 6 نفر تو خانوادهش بودن، مثلا 6 تا خوراک گرفته بردی گذاشته گفته شما بخوری منم بعد از کار میام، و این بیچاره ها مسموم شدن. همه ما هم زدیم تو سرمون که ای مردشور اینایی ببرن که نظم میدن، ای خدا امام حسین تیک تیکی کنه که ببین این آشی هم که داده به اینا مسموم بوده. آقا این پدر سخته دکتره برده نمیدونم مادر زن و پدر زن و ایناش کشته، خودمون بدیم، والا بلا تلا تلا هرچی بگی خودمون بدیم، من بدم، شما بدی، من میپیچم جلو شما، میام اونجا، بعد میاختی میای میبینم ای شما مهمونی اینجا، خب آقا اینم میخواد برسه اونجا دیگه، چرا میام میپیچم جلوه؟ اینه. چرا این دکتره دکتر مملکت بد زنه، شما خیلی خوبی، مردی که احمق طلاق بگیر. این دکترمونه، اون آقای حخا رهبر چیز بود. خب خبرنامه وبسایت هم برامون گفته، ببینم درباره چی بوده که گذاشته میشه، یه خبری داشته داخلش. آها، بررسی پرونده سعید طوسی در جلسه جامعه روحانیت مبارز. خب ببینیم چی میشه. بعد دوباره بیایم اینجا بریم پزشک تبریزی رو گفتم براتون. آها در این که آها دوستان، افشین آریا پایم، والا نمیدونم، من این دوستمون رو به عنوان افشین میشناسم، الان دیگه میتونم بگم سالها هست از روی فیسبوک، با وجودی که ایشون طرفدار سفت و سخت پادشاهی هست و من باور دارم که دیگه پادشاهی برای مملکت ما کار نمیکنه و طرفدار جمهوری هستم، نه جمهوری مثل آمریکا اینجوری هر کی پول داد. خب این ما نوشته بودیم که دکتر نصر احمدی صحبت کرده، شما هم نظر بدید. ایشون برداشته نوشته که درود به شما جناب سربی، من گمان کردم به جای هر گونه دیدگاهی نسبت به محتوا، به محتوای سخن و سخنرانی و برنامه، به مسئله ساختاری بپردازم. این بهترین کار باری کرد. یک برنامه مصاحبه از سوهایی به مانند، بذار من این براش بینیستم که کی گفتیم که این نخواد همه پروگرام رو نگاه کنه، اسمش هم بله، یک برنامه مصاحبه از سوهایی به مانند یک نوشتار است،
یعنی نخست آنکه روشن است که آن نوشتار اصلا میخواهد در چه باره سخن بگوید و مسئله کلیدی و تم اصلیش چیست. از سوی هم همان تم اصلی به مانند یک نوشتار با پرسش‌های دقیق و هدفمند مصاحبه‌گر به فصل‌های گوناگونی گسسته می‌شود و در پایان برنامه یک جمع‌بندی می‌کنند که می‌توان نتیجه‌ای نهایی گرفت. راستش انتقاد من به مسئله ساختاری مصاحبه بود، بدین گونه که اصلاً برای من روشن نشد آخر مسئله بر سر چیست؟ اصلاً بحث درباره چیست؟ ایشان نخست با انتقادهای پراکنده از افراد گرفته تا رسانه ها آغاز کردند، به شیوهی به شدت پراکنده و گاه بی‌ربط، سپس هر چند دقیقه به موضوعی تازه شیفت می کردن، تغییر جهت می دن. این باعث می شود بیننده در پایان برنامه هیچ متوجه نشود و چیزی در ذهنش نماند، از بس که 20 مسئله بی ربط و کم ربط پراکنده مطرح شد. ایراد دیگر چنین وضعی آن است که زمانی که شما به 20 موضوع پرش می کنید، به دلیل محدودیت زمان ناچار به سطحی‌گویی و حتی شعارگویی می رسید و سخن به جای تحلیل های بسیار ژرف و حرفه‌ای به این می رسد که فلانی بد است و فلانی بدک نیست و من هم که خیلی آدمان خوبی هستم. این ایراد هم از سوی شماست و هم ایشان. شما به گمان من به عنوان مدیر برنامه می باید دارای لیستی از پرسش های پیوسته و مرتبط با هم باشید تا بتوانید زیرکانه مهمان را به مسیری که می خواهید از دید موضوع و نه محتوا راهنمایی کنید. همینجا وایسم. دوست عزیز، این برنامه ها مال این دوستانه. من قرار هست فقط دو شاخه رو بزنم تو پریز و بارها به اینها گفتم اصلا جوری باشه که مثل آقای مینویی من تو برنامه به عنوان بیننده بتونم بله با تلفن تماس بگیرم، ولی این دوستان میگن نه آقا شما هم باشی بهتره، ما میخوایم به صورت گفتگو باشه. میگم آقا شما خودت میگی گفتگو یا گفت و شنود، ولی ماشاءالله از وقتی میای همینجوری صحبت میکنی تا وقتی میری این که شد بله گفتگو، گفتش از طرف شما، گو هم از طرف شماست، بگو. من دوست عزیز اون برنامه مال من نیست و ببخشید اینو میگم آقای دکتر نصر احمدی شما هم ببخشید، ما هنوز یاد نگرفتیم این به اصطلاح گفت و شنود یا این دیالوگ که میگن مونالوگ. بله اول برنامه من میام یه چیزی میگم، ولی بعد که دیالوگ میشه شما 10 دقیقه حرف میزنی، یه نفس عمیق بکشید بذارید منم بپرم داخل حرف بزنم. شما یه روزی بیا مهمون من مجری برنامه باشو ببینم اصلا میتونی شما برنامه رو برو گوش بده ببین چند بار من اون پشت با صدای بلند هی دارم داد میزنم. آقای دکتر نصر احمدی، بابا گاهی وقت هم اشتباه گفتم نصر اصفهانی، این نحوه نمیدونم. خب اینا بزرگان ما هستن، اینا درس خونده های ما هستن، همشون دو سه تا مدرک لیسانس و فوق لیسانس و دکترا از این ور اون ور دارن میکشن، ولی بیایم اینجا. خب ایراد ایشان هم آن بود که به عنوان یک دانشگاهی سخنان منظم و متدیک و روشن روشمندی نداشتند و درست مانند گپ زدن‌های مهمانی‌ها از هر جا به جای دیگر می‌رفت. ایشان اگر می‌دیدند که شما در مدیریت برنامه هدفمندی ندارید، دست کم می‌بایست که خود جهت را به دست می‌گرفتند، چرا که از کسی که کار دانشگاهی می‌کند و پژوهشگر است و به مقدمه و اوج و نتیجه‌گیری چیره هستند توقع بیش از این بود. اگر موضوع بر سر دکترای قلابی است که بسیار هم لازم است چنین بحثی باز شود، تنها یک ساعت روی همان موضوع بمانید. اگر بحث بر سر روشنفکران و تاریخ دانان است، یک ساعت روی همان گفتگو شود. اگر گفتگو بر سر قانون و پارلمان است، باز به هم چنین. به غیر از این، به دلیل محدودیت زمان به هر کدام تنها 5 دقیقه سطحی گویی می شود و سخن جرفا نمی گیرد و سرانجامش هم هیچ است. امیدوارم هر دو گرامی نوشته های بالا را نقدی دلسوزانه تلقی کنند و آزردگی در میان نباشد. افشین جان تو که می دونی من به اصطلاح ناراحت نمی شم و قبول دارم، بله منم بلد نیستم،
من یادمه یک کلاسی کوتاهی رفتیم برای گویندگی و مصاحبه و اینها، و چیزایی که اونجا یاد میدادن اصلا ما بعدن توش موندیم که اصلا ما اینا رو بلد نبودیم. جناب سربی گرامی، بهترین برنامه آن است که دو یا سه مهمان مخالف همزمان با هم باشن تا به چالش کشیدن یکدیگر، تا باب چالش کشیدن یکدیگر حقیقت برای بیننده به شیوهی درست و منصفانه آشکار شود. خب بیام داخل استودیو، قربونت برم، ما یه مهمون میاریم با یه میزبان، شما داری شکایت میکنی که نه اون درست عمل کرده نه من، حالا من سه تای دیگه بیارم میشه مثل این عصرا این سی ان ان و مثل برنامه، حالا باز باقای میبودی واقعا تونسته کنترل کنه، میشه این مدرسه موشا، چهار تا میخوان به هم حرف بزنن، چهار تا میخوان به هم دربری بگن، شما هم اون پشت سردرد میگیری، چون وقتی اوور ایچا ده، یعنی دیگه شما که میدونید وقتی که هی رو هم دیگه حرف میزنن، این داره حرف میزنه اون حرف میزنه، شما این که رفتین یه توی بازاری همه دارن داد میزن، من حالا سه چهار تا مهمون بیارم، بعد شما پیدا کنی یه کسی رو به این میگی، اون بیاد میگه آقا من اینو قبول ندارم، این سوادش اصلا این سرش به تنش نمیارزه، سرش به تنش نمیارزه یعنی چی؟ یعنی سوربی تو باید بری گردن اینو از تنش جدا کنی. نه، من روش برنامه اینه، اگه از شما دعوت کنم مهمان من باشید، براتون میستم درباره این موضوعات میخوام صحبت کنم، بعدم به شما میگم شما چون مهمان من هستید، من اگه ازت پرسیدم آقا دیشب شام چی خوردی یا شام خوردی یا نه، شما حق داری بگی من در این باره نمیخوام صحبت کنم. آقای نصر احمدی میاد میگه سوربی جان منو به سیاست نبر، ولی از اول تا آخر راجع به سیاست صحبت میکنه. قشنگ گفتی شما، ایشون همون چیزی که گفتم، چپتر به چپتر، فصل به فصل باید بیان. ببین سرنوشتن سرنوشتن، این چهار صفحه است، این سه صفحه است، این دو صفحه است، بگن امروز ما درباره اراده مؤسسان صحبت میکنیم، فردا درباره باستاب صحبت میکنیم، این کتاب ایشون. نمیکنن این کارو. خب منم که اینجا نشستم از این بر فیسبوک پیغام میده خوش آمدید بد آمدید، دوستی داشتیم ما برید بخونید، اول برنامه با آقای نصر احمدی در افتاده که آقا شما هم دکترات مثل دکترای دیگه است، آخر برنامه گفته آقا اصلا بهتر از این ما نداریم. من اصلا مونده بودم، ای آقا این همون آقاست که این پایین برنامه شروع برنامه کم مدود بیاد دکترای ایشون رو آتیش بزنه، برنامه ما رو از تو برق بکشه بیرون، ولی حالا آخر برنامه میگه این آقا بهترینه. به جایی که بیننده هم باید چیکار کنه؟ مثل شما صبر کنه برنامه که تموم شد قشنگ بنویسه، اون وقت اینجوری قشنگ میتونی نوشتی. واقعا ببین من دارم نوشته شما رو نشون میدم، دوستان کدوم یک از شما یا من میتونیم اینجوری جمله بندی کنیم؟ کسی که تو خارج داره زندگی میکنه. خب البته افشین هم هنرمنده، هم گیتار میزنه، هم مثل که توی دانشگاه هم درس میده. خب مردم عادی هم در این گونه مصاحبه های یک مهمانه کمتر توان هضم مسئله را دارند، ولی اگر هم به هر دلیل مصاحبه‌ای یک مهمانه بود، میباید سوی اپوزیسیون مصاحبه را خود مصاحبه‌گر با پرسش‌های پیچیده و چالشی بر دوش گیرد و مهمان را گیر بیندازد. همچنین مصاحبه‌گر میباید اگر مهمان به صحرای کربلا زد، جلوی او را بگیرد و دوباره در مسیر برنامه قرار دهد، در مسیر تم اصلی و پرسش و پرابلمیتیک اصلی که برنامه ساز تعیین کرده است. نمونه از این گونه مصاحبه را می توان در برنامه پیامگار بی بی سی و یا مصاحبه های فرامرز فروزنده یا مصاحبه های سیروس ملکوتی دید. آقای قربونه دارم، آقای ملکوتی که حقیقتا مصاحبه هاش قهوه خونه ایه، میاد یه دوستی رو دعوت میکنه، آقا یادته 30 سال پیش اومدم خونتون، مامانت یه چای آورد، چقدر خوش بود. راستی بابات چی تو؟ هنوز شوهر ننه هست؟ این مصاحبه شو شما یه مصاحبه سیروس ملکوتی به من نشون بده که از مهمانش انتقاد کرده باشه. بعد عزیز من، اونا یه پولای یه بودجای از یه جای دیگه دارن، اونا دعوت شدن بیان اینجا همین قهوه خونه ها رو را بندازن سر شما رو گرم کنن. بله برنامه های پرگار، برنامه های دیگر که میان، اونا برو وقتی کردیت آخرش می‌نویسه، مثل این نیست که می‌نویسه تلویزیون مردان سوربی،
نور چپ فلانی، نور راست فلانی، کمد زیر میز فلانی، کامپیوتر فلانی، اون فلانی بیستار، اون نمیدونم، صد نفر دارن کار میکنن تا یه برنامه رو به شما بدن. و برنامه‌هاشون هم ببینید چجوریه. اینجوری نیست که آقای کاظم افشارها میخواد بره مسافرت، میگه این جمعه من نیستم، آقای نصر احمدی میاد. خب آقای نصر احمدی میاد، آقای نصر احمدی سلام بر شما، میکروفون در اختیار شماست، من دیگه بشینم اینجا برای شما بگم. منم مثل یک گویند، مثل یک چیز، بعد از برنامه بیام زیر فیسبوک یا روی یوتیوب یا با خودشون بگم آقا اینجایی که شما میگید من اینو قبول ندارم، ولی من اینجا یقه کسی رو نمیگیرم، مخصوصا اگه پول داده برنامه خریده. شما توی هتلی اگه پول دادی برنامه گذاشتی که گیتار بزنی، مهموناتم دعوت کردی، هتل بهت گفت این سوربی مسئول ایوی هست، آدیو اند ویدیو، حالا سوربی اگر خدای گیتار باشه آیا حق داره وقتی شما داری میزنی بگه آقا به جای دو زدی سول، به جای نمیدونم ای زدی بی؟ نباید بگی که. ولی دوستان میگن آقا شما باشی بهتره، میگم والا بلا بهتر نیست، افشین میفهمه، میبینه، مقایسه میکنه با تلویزیونای دیگه. باز میگن نه آقا شما کاری نداشته باش، با هم باشیم بهتره، من ایرانی ها رو میشناسم. آقا شما های ایرانی ها رو میشناختی، این همه مدت نمیرفتی وقت تو برای آقای رضا پهلوی طرف کنی. همون موقع شما میدونین آقای نصر احمدی خودش به من میگه، میگه من دشمن تو نبودم، ولی وقتی من با اینا بودم آقا من اون موقع میگم این سوربی کیه، این چه قولیه که اینا همش میترسن، میگه اصلا با هم برنامه میذاشتن که تو رو بزنن زمین. و ببینید دوستان در خارج آقای رضا پهلوی با دوستان عقب افتادش میخواستن منو تو ویرجینیا بزنن زمین. خب به کجا میرسی احمق تو؟ اگر کاری میتونی بکنی بلند شو برو ایران، اونی که تاج و تخت از بابات گرفت بزن زمین. این افشین هم طرفدار آقای رضا پهلوی. راستی یک انتقاد بسیار نابجا از تلویزیون های دیگر کردن، بذارید بهتون نشون بدم که ببینید من دارم از اون نوشتش. یک انتقاد بسیار نابجا از تلویزیون های بیرون کردن و اتهام بسیار سنگینی زدن که نیاز میبینم پاسخ عرض کنم. ایشان گفتن تلویزیون های بیرون بسیار محدودگر هستند و اگر بگویید بالای چشم فلانی ابروز، واویلا میشود و شما را حذف میکنند. جناب دکتر احمدی در کم لطفی کم نگذاشتید، اگر نیک بنگرید اتفاقا در همه این 38 سال 100% تلویزیون، ببخشید دوستان من این پام خواب رفته، باید بیدارش کنم، اونم مثل ما ایرانی ها خواب رفته. بله یک دقیقه این صندلی ما هم که خدا بگم چیکار کن. یک خب میگه اگر نگاه کنی اول از 38 سال تلویزیون های ایرانی در خارج نبودن، اولی که اومدن اینجا بزن به کوب و برنامه های محلی بود. شما میتونی بگی حدود 20 سال هست که تلویزیون های لس آنجلسی با اون برنامه زیا و تلویزیون پارس اگه اشتباه نکنم آقای میبودی آمدن ایران و به عنوان تلویزیون های خارجی شناخته شدن. ولی شما میگی 100% تلویزیون های برجسته بیرونی همه پادشاهی بودن. ببینم حالا اسمم میاری تا ما هم قضاوت به قضاوت شما کنیم. و دوباره اگر باز هم دقت می‌فرمودید اتفاقا برنامه‌های آنها بیشتر به نقد پهلوی بوده است، آن هم چه نقدهای مغرضانه‌ای. چرا رئیس تلویزیون آنها را بیرون نکرده است؟ می‌شود بپرسم بهرام مشیری در کدام تلویزیون شناخته شد و شهرتش را مدیون کدام تلویزیون است؟ اگرچه شاید شما یکی دو نمونه بیاورید که فلانی فلان شد، ولی من در برابر صد نمونه برای شما می‌آورم که بیشتر این منتقدین پهلوی و به ویژه شاهزاده همه در تلویزیون‌های برجسته پادشاهی خواه هستند. اولا تلویزیون برجسته شما میگی، منظور تلویزیون پارس. تلویزیون پارس هم اگه آقای مشیری رو نگه داشته برای که پول خوبی دوستانش میدن. آقای شجره، آقای محسن نادری نژاد رفته برنامه بگیره پول، گفته آقا شما اینجا نمیتونی بیای انتقاد کنی از این اون. محسن نادری نژاد زنده است، آقای شجره هم زنده است. دوست عزیز، جوان دلیر ایرانی، وقت خودت رو به این مزخرفات تلف نکن. کدام تلویزیون های برجسته،
کدام انتقاد سازنده. آقای شهرام همایون اگر میاد از رضا پهلوی انتقاد میکنه برای اینی که تو تلویزیون باز کردن ها و رفتن و آمدن و اینها باعث شده یه پولی گیری یه تلویزیون دیگه بیاد گیری این نیمده. هر وقت خواستی مهمان من باش، این دفعه شما مجری برنامه هم باش، شما 5 دقیقه صحبت کن، من 2 دقیقه، 5 دقیقه شما، 2 دقیقه من، ببخشید 5 دقیقه شما، 2 دقیقه من. ممنونم، متشکرم و امیدوارم بیام ببینم. ممنونم، متشکرم. به یکی از دوستان خوبمون اومده اینجا که هم خودش گله هم خانوادهش و خیلی خوشحالم، امیدوارم کاوه عزیز رو هم ببینم. سرداری ها میدونید دوستان چه کار کردن، پاسپورت رو کمک کردن به یهودی ها در ایران و در دنیا و ما این افتخار رو داریم که آقای کاوه سرداری هم سالها اینجا میشناسمشون و خیلی هم به من لطف کردن و کار ازشون یاد گرفتم. دوستان عزیز، برنامه من 2 دقیقه هم بیشتر از حد نرمال و معمولی گذشت، ولی به قول دوستمون به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. امیدوارم روز چهارشنبه باز هم با شما باشیم. اگر کسی مایل هست در این تلویزیون برنامه داشته باشه، میتونید شما هم به همین سادگی برنامه داشته باشید، صحبت کنید، ولی یک کاری کنید که برنامه خودتون باشه. و اون جوکی بود، طرف رفته بود ماسک بخره، نگاه کردید نوشت حسن علی با ماست، حسین با ماست، تقی با ماست، نقی با ماست. گفت آقا مثلا مشغلا ماست تنها نداری؟ گفت چرا دارم. گفت آخه اینجا همش نوشتی فلانی با ماست، با ماست، من فکر کردم ماست با خیار، نمیدونم. این دوستان بهشون میگم آقا ببینید سربی با مردم، این دیگه معلومه. شما برنامه خودت بذار، مثلا آقای یزدان خداوندلو، شما بذار برنامه آسیب شناسی با یزدان خداوندلو. میگه نه آقا من میخوام شما باشی. بعد من نشستم اینجا یه دفعه آقای یزدان خداوندلو از اون سوال کرد آقای سربی حالا شما اینو میدونی؟ میگم نه آقا، قرار نیست که من همه چیزو بدونم. اصلا قرار نیست که شما که برنامه داری، مصاحبه شونده هستی با مصاحبه کننده، شما از من سوال کنی. چی کار کنیم؟ ایرانی هستیم، همه چیز رو میخوایم از اول، چرخ رو میخوایم از اول درست کنیم، اختراع کنیم، بعدم تازه هر چیزی هم اینجا هست میگیم ما اول درست کردیم. خب این که بدتره. چه افتخاریه که من بگم بله اینو ما اول درست کردیم، ولی هنوز بلد نیستیم پیامگیر استفاده کنیم، هنوز بلد نیستیم به دوستمون که زنگ میزنیم قشنگ بگیم آقای فلانی سلام، من سوربی هستم، زنگ زدم میخواستم ببینم پس فردا میتونم با شما بیام واشنگتن. لطف کنید به این شماره زنگ زنید. الو سلام آقا، هر وقت زنگ میزنم شما نیستی که، حالا اگه اومدی یه زنگ من بزن، شماره هم که میدونی دیگه، حتما رو نمیدونم چیچیت افتاده. شما نمیگیرید از این پیام ها؟ اگه نمیگیرید دوستان خوبی دارید، فامیل دانایی دارید. اگر میگیرید یا اگه شما خودتون یکی از اینا هستید، عوض کنید خودتون. سلام من سوربی هستم، زنگ زدم ببینم فردا از شما وقت داری بیای والیبال بازی کنیم، یا میتونیم فردا از دوتامون با یه ماشین بریم. نه اینکه آقا اگه وقت کردی زنگی من بزنم. دوستان عزیز، روز روزگارتون خوش، امیدوارم هر جای دنیا که هستید روزهای بهتری در انتظارتون باشه. مرسی که با ما بودید. دوستان فیسبوکی هم از حضورتون ممنون و متشکرم. مرسی.